ما برنامه ریزی کرده بودیم بب. که از یه جای شروع کنیم بعد بریم سراغ بوندسلیگا، لیگا در کلاسیکه به یه سری بازی ها اشاره کنیم ولی بازی اسپرز و چلسی بازگشت پوچتینو در واقع به اون ورزشگاه مصادف شد با یک بازی خیلی عجیب و غریب و هیجان انگیز دوست عزیزتون پست کاغلو <تصح> 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 شما چند بار یادتون میاد که یه تیمی چهار یک تو خونه خودش ببازه و این همه مورد تشویق قرار بگیره تمام ورزشگاه به افتخارشون دست بزنن و مربی به جای اینکه توی بازی که جدا حالا راجبش حرف میزنیم خیلی نکته داشت به جای اینکه قهر کنه و ناراحت شو شوت بزنه بیاد وایس و همه این احترام رو برگردونه به تماشا چی بازی خارق العاده ای بود اصلا بی‌نظیره به خاطر اینکه تشویقی هم که میگه استنگ بود یعنی کل استادیوم بلند شدن و به افتخار و احترام بیگنج و واقعا شاگردای دلیش دست دادن بعد از حتی گل سومی که خوردن و حتی بعد از گل چهارمی که خوردن این چیزی که میگی واقعا غریب، واقعا نادره واقعا نمیدونم نمونهشو چند جای فوتبال در بالاترین سطح و نه به هر تیمی خب به رقیب همشهری جدال های اسپرز و چلسی ما توی این سالهای اخیر مثلا نمونه ده بتل آف بریج رو داشتیم بله. که استنفورد بریج انقدر همدیگر رو زدن بازی که منجر شد به قهرمانی لستر سیتی خب یعنی بله. این نمونه ها رو داشتیم بعد پوچتینو برگشته خب هیچ تیمی دوست نداره که به مربی سابقش به با تمام دل و که بینشون رد و بدل شد بعد از که جمله پوچتینو خیلی بامزه بود راجع به استادیومش پرسیدن من که بهش میگم وایت هارتلن راستش بخوای همه هم میگم وایت چون اسم ببین یکی از مدرن ترین استادیوم های کل جهان فوتبال اسمش یکی از نخنما ترین <applause> کهنه ترین بی مزه ترین بی و لوس ترین از <applause> <طورو خود> استادیوم <خدا تصفيق> <applause> خده... استادیوم سلامت مثلا هر چی هر چی که اسمشو میذاشته استادیوم چسب دوقلو از این بهتر بود البته نه دلیلش هم مشخصه دلیلش کامرشاله میخوان اسم رو یه جوری قالب بکنم به برندی چیزی مثل اه. باشگاه شما که کمپ اسپاتیفای کمپ نو شده آقا فکت دیگه به من اصلا نداره فکتی میگم خب بنابراین به من منظور این بود که خود پوتچینو قبل از بازی گفت که من نیمکت تیم رقیب رو خوب میشناسم چون خودم در ساختنش مشاوره دادم یعنی میدونی استادیوم با نظر پوتچینو ساخته شده بنابراین بازگشت به هر خونه ای نیستش و خب میدونی که پوتچینو فرصت خدافزی هم دنیل لیویجان بهش نداد و وقتی اخراجش کرد که فکر میکنم تو اون فیفا دیا بود و اون وایت بوردش معروفه دیگه بالا اون انگلیسی دست و پا شکسته خودش که خیلی هم پیشرفتی همچنان نکرده <applause> آره یه نوتی نوش برای بازیکناش که مثلا ببخشید نتونستم باهاتون خدافزی بکنم باید برم و اینا به هر اون منظر بازگشت اون خط روایی بازگشت پوچتینو به اسپرز بود ولی از منظر خود بازی از منظر حالا هواداری اسپرز بیگانش پوسوگول <applause> بدون شکست خب وارد این بازی شدن که مانده نایت فوتبال آخرین بازی هفته است و آرسنال شب گذشتهش شکست خورده و ما میدونیم که تا پایان هفته نهم نه دهمیم وقتی ده هستیم دهم ده اوکی فقط و فقط دو قطب دربی شمال لندن هن که در لیگ بدون شکست بودن آرسنال باخته آه. با اون داستان با اون هواشی با اون جنجال ها که بعدش سراغ اون بازی میریم اوکی، حتما آره آره حتما و بهترین فرصت برای اسپرز که این بازی رو ببره یه پیروزی مقابل رو نشون بدن که دیگه ما در گذشته زندگی نمی کنیم و الان پوستوکوگلو بیشتر از رو دوست داریم و صد رو پس بگیرن از سیتی و تنها تیم بدون شکست باقی به اونم و رو بخوای بعد از اینکه گل اول رو زدن که دژان کولوسفسکی اوکی حالا قطعا با درجه خیلی زیادی از بخت و اقبالم هم همراه بود تو برخورد آه. کرد به لیوای کولویل بود فکر میکنم مسیرش تغییر کرد و حالا کاری نداره مدل دفاعهای بزدلانه بازیکنای امروزی که یه وقت توپ به صورت اون نخوره نمیدونم بینیمون نشکن موهامون به هم نریزه هر چیز دیگه یا دستشون رو فقط پشتشون میبرن که هندبال اعلام نشه سلب مسئولیت میکنن عملا از دفاع کردن بماند یه بحث دیگه به هر حال گل زد سونم یه گل زد که به درستی <applause> <applause> آفساید اعلام شد خب شبیه این بود که هوادار اسپرز چون میگم دیر وقت هم هستی که ماندی نایت فوتباله <applause> بله. به تماشا یک فیلم رفتن توی سالن سینما نشستن و آنونسه و اون یه رو به اول نوید بخش شیرین ترین رامکام تاریخ زیباترین کمدی رومانتیک رو دارن تماشا میکنن و میخوان تا آخر لذتشو برن <applause> <applause> مسیر این بود چیزی که میدیدی این بود که اسپرس قرار امشب حداقل با اختلاف دو تا ببره با فاصله کوالیتی همه اینا چرا به خاطر اتفاقاتی که داشتیم همین که میگی بله. دقیقا جریان طبیعی بازی ما رو به این سمت سوق میداد اما یه دفعه انگار اون پروژکتوره نمیدونم اون حلقه فیلم پاره شد و از وسط یک فیلم جدیدی که جدید. که تلخترین وحشتناکترین و دهشتناکترین هارر مووی تاریخ سینما بود برای هوادار اسپرز میدونی این داشتم فکر میکردم این تجربه رو چطور میشه تعریف کرد در یک قالبی که معنادار باشه و واقعا همین بود یعنی ما کلیشه بازی دو رو داریم دیگه همیشه این بازی 15 دقیقه ای بود که حالا راجبه جزئیاتش بیشتر باید صحبت بکنیم حداقل فکر کنم دقیقه سی یه همچین سی و خورده ای بود که اخراج اول اتفاق افتاد و از اونجا خب ریتم بازی تغییر کرد ولی همچنان اسپرز مسلط بود به بازی شاید میشه گفت تا دقیقه هفتاد که در واقع آره گل دومو خوردن هفته دو پنج اینا اسپرس همچنان تیمو نگاش اتفاقا خیلی هم جالب شد چون جنگندگی عجیب بلوغ ذهنی خیلی ویژه‌ای که تیم نشون داد و وقتی نه نفره شدن گلر رسما یه دفاع آخری بود که داشت همه چیز اون عقب جمع میکرد و خیلی خیلی بازی قشنگی بود اما قبول داری که حالا میدونم انقدر اینو گفتیم که احتمالا مخاطبامون هم الان یکم باش یه حالتی دارم ولی وار بله بله این نفرین به تو نفرین بر این, این بازی فکر کنم وارگیردار ترین از گله وارگیر خیلی وار داشت و همه با پنج تا گل مردود داشت دقیقا آره راست میگی پنج, تا گل مردود داشت یه چیزی بگم اول وار چرا خوشحالم که جناب پاکساد الان داریم چون من میخوام دو تا استفاده تاریخی ازش ببرم با اون پادکست قبلی که با هم داشتیم 5 سال پیش 6 سال پیش بره. فکر کنم میشه فصل 2017 2018 اینا هنوز وی ای آر اگه درست یادم باشه وارد پرمیر که نشده بود نشده بود, نه ولی یه جایی داشت آزمایشی امتحان میشد فکر کنم سری آ بود. بود آره و okay. بعد یا تو فیفا استفاده که قرار بود که بره. توی جام جهانی هم برای اولین بار استفاده بشه خب یعنی میخوام بگم که میگم استفاده ای که از جام پاکستان از حافظه شون از حضورشون و از شهادتشون من میخوام اینجا ببرم اینه که قبل از اینکه ما وارد این مبحث بشیم من از همون لحظه اول نظر مخالف خودم رو اعلام اه. کردم و راستش درست میگم من شاهدم او شاهد. او شاهد. خب. نتر... اون موقع مخاطبی نداشتیم تعدادی دوستان عزیز ما بله ولی به هر حال مستند هست, در فضای مجازی اگر برم پیدا بکاره در چیز در وبینار نه وبینار رفتین اون نداره در وبسایت چی بود در تارنماهای تارنما های در تارنماهای مربوطه اگه بگم پیداش کارت ترجمه میدم این نکنم چون کیفیت برنامه اون کمی خوب یه به هر حال خب میخوام بگم نظر من نه تنها هیچ تغییری نکرده و و مثبت نشده نسبت به وی آر بلکه همینطور منفیتر و منفیتر میشه ببین یه چیزی بیگنج بعد از بازی گفتش به نظر من خیلی مهمه خب اینکه یه بخشی از حتی مسلومیت های اینا دیگه بحث های اینیه بحث سلیقه ای و انتظایی نیست یه بخشی از مسلومیت هایی که بازیکن پیدا میکنن به خاطر اینکه بازی انقدر دوچار توقف میشه بدن ها سر, سر میشه دوازده دقیقه نیمه, نیمه اول و نه دقیقه نیمه دو بیست و یک دقیقه اضافه یعنی بیست و چند درصد زمان کل بازی وقت اضافه بود خب. خب. چی میمونه از بازی؟ چی میمونه که بازی و پاره میشه روند طبیعی ز... کاری که وی آر کرده اینه به نظر من بعد از, از این بازی ذات طبیعی فوتبال رو کشته ده متر زیر خاک دفنش کرده بارد. و چیزی که به ما داده فقط و فقط های از نوع جدید پست مدرنه خب که <تصفح> <تصفح> خب. <تصفح> خب قبلا داشتیم همین دیگه همین حالا اضافه شده یه چیز بیخودی اضافه شده الان هم مشکل داوریو داریم هم اعتراض به داوری داریم هم وار مشکل... اضافه روش ببین یک درصد اگر امکانش وجود داشت در یک آرمان شهر اوتوپیا یا هر چیزی که اسمش در یک جهان فانتزی خب تکنولوژی داشته باشیم ما فناوری داشته باشیم و نحوه استفاده از اون فناوری به شکلی باشه که اشتباهات داوری رو به صفر مطلق در صد و بحثم حتی صد و اینا به صفر مطلق برسه اون وقت میتونستی یک بحثی رو مطرح بکنی که آیا به واسطه این به صفر نسوندن اشتباهات داوری و اون حذف عامل انسانی که میگم دزاتش هم غلطه و اجرای عدالت اگر عدالتی وجود داشته باشه که بازم به نظرم چون فوتبال آینه ای از زندگی و در زندگی هرگز عدالتی وجود نداره چرا باید فوتبال تو دو دنبال عدالت بگریم؟ فوتبال برای سرگرمیه نه عدالت برای اجرای عدالت خب میگم حتی اگر اینا هم داشتیم هم میتونستیم بگیم اوکی من یک چیزی به تو میدم و بابت چیز چیزی ازت میگیرم اون چیزی که بهت میدم اینه که دیگه هیچ جر و بحث داوری نداشته باشه بله. مثلا مثل بحث آرتتا و سوال کنیم و از اون اون ذات طبیعی فوتبال رو برات میکشم فوتبال رو تبدیل به یک رقابت NFL می میکنم چیزی که فکر کنم یادم نیست کی گفت بعد از بازی ولی واقعا درسته وقفه 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 اکشن وقفه اکشن وقفه اکشن وقفه, اکشن، وقفه. این فوتبال نیستش به این فوتبال نمیگرد و طبعات چند شاخه ای داره برای بازیکن ها برای من لوئیز انریکه یادم همون اوایل ویار میگفت من اصلا باید کلا فلسفه فوتبالم تغییر بدم چون کاری که من دارم میکنم با این مدل فوتبال این که تیم حریفو خسته بکنم و وقتی که امه. از نفس افتادن اون وقت بهشون حمله بکنم وقفه های ویار میشه که تیم مدافع با اینکه همش داره دنبال توپ میگرده ولی هی فرصت تجدید نفس و تجدید قوا پیدا بکنه اصلا فرض کنید بازی روم این هفته یا بازی زیادی هستن که کامبک توی بعد از دقیقه 90 اتفاق میفته ام. که بر اساس یک ریتم هر کی که هر ورزش و گروهی انجام داده باشه به این آگاهه که یه چیزی هست به نام ریتم بازی و روحیه بازی که این هر لحظه جل... ای لحظه‌ای که جلوشو بگیری در واقع امکان اینکه برگره به صفر خیلی زیاد یعنی مثل آبجوش نیست آروم آروم خاموشه ام. خب اگر این مثل استراتژی انجام شه چیز عجیبی نیست که شما یه سری تکنیک درست بکنید که داور رو مجبور بکنید یا اون دوستای اتاق وا رو مجبور بکنید که ریتم بازی رو بگیره آیا عملا دیگه یه همچین اتفاقی که مم. یکی از اصلی یعنی این فینال بزرگ من یونایتد و بایر مونیخ باید مثلا فرض کنید اون وسط وقفه میافتاد 5 دقیقه همه سرد میشدن به هم نگاه که آیا امکان اصلا وجود داشت چرا کلن ای آیش نمی کنی یعنی <applause> اگر باور کن دنبالش هستن یعنی بلا خب خب ای, ای آی, ای کنی اصلا اون ای آی نگو ب... اسمشو نگو با. حد... <applause> ببین حداقل اگه قرار خطای انسانی نباشه خب کلن نباشه کلن دیگه دیگه ها بازی میکنن چه کاری چون این هفته تمام بازی های دیگه هم نمیدونم دیگ قالبشون اینجوری بود که هر گلی زدن بعد از شادی گل یه دو سه دقیقه وی آر میرفت الکی یه چیزایی چک که اصلا تکنیک شده مربی که تیمی که گل خورده میره گیر میده میگه بریم وی آر بریم وی ای آر بعد مثلا چهار دقیقه اون بنده خدا دوباره وای میستن گلم هیچ اتفاقی هم شده یه بار خوشحالی میکنن بعد وی آر بعد دوباره خوشحالی کنیم نکنیم از بحث برده. زیبای وی یه یه دوباره اگزاری. برگردیم که چطوری این بازی رو در واقع از بین برد یا حداقل هم. همچین بازی تولید کرد حالا من میخوام بگم استثناا و تمام انتقاداتی که از وی آر داریم نمیخوام بگم این بازی رو از بین برد ولی یه درام بیمارگونه و یه بله. چیز جدیدی ساخت خب قبلا تو فوتبال دقیقاً نبودی ببین قالب تصمیماتی که الان دارم فکر میکنم مثلا کدوم تصمیم وی ای آر میتونه غلط بود توی این بازی وی آر که تصمیم نمیگیره به جمله تصمیم بود. پیشنهاد میده به داور که صحنه رو بازبینی کنه راستش بخوای هیچ صحنه پیدا نمی کنیم که لزوم آفسایدا که همه درست بود امه. ولی خب بازم ولی نکته بود. بود هیچ کدومش در جریان بازی آفساید اعلام نشد یا خطا اعلام نشد یعنی رفت برگشت رفت, رفت بر... تو وی آر برگشت یعنی تو نتیجه اگه مثلا مثلا 6 سال پیش بودیم فوتبال امه. کلا یه روند دیگه ای داشت آره آره کلا نتیجه ممکن تا گل میشد دیگه پنج تا دا... یکی دو تاش البته فکر می کنم داد مثلا گل سونو فکر آره. کنم کمک داد پرچم الان واقعا آره من حالا ببخشید آره مثلا مهم اصلا بحث اصلا این خب این بحث این نیست بحث اینه که اگه میخوایم دوباره به این اضافه بکنیم میخوام در تایید حرفت بگم گلی که اریک دایر زد که تیم نه نفر رو داشت تبدیل به دو دو میکرد به هواداری اسپرز باور کن حاضر همونجا آقا نمی وی آر نمیخوام این زجری که داری میده این شکنجه عاطفی که داری من اجرام کنی میدونی چقدر مزره برای روح و روان و جسم من راستش بله چون گل برتری هم بلا فاصله بعد از این صحنه خوردن همین یعنی تو اون درام اصلا جایی نداره دیگه خب بذار داور کار خودش رو بکنه ولی نکته بازی اینه خب من میخوام بگم چند تا اخراجی داشتیم کل دو, دو, دو تا, تا بازی دو تا. من میخوام بگم قبل از اینکه اگه بخواد برگردیم به همون صحنه کریستیان رومروی که میگی اولا که کریستیان رومرو قبلش باید اخراج میشد خب یعنی اگر بخوایم بگیم که منظور هی داشتم فکر میکردم که مثلا اگر که وی آر دخالت درستی می داشت باید رومرو رو اخراج میکنم به خاطر اینکه قشنگ من <تصفح> یاد دیوید بکام و دیگو سیمونه افتادم دقیقا همون صحنه بود بازیکنی که لجش گرفته از اینکه روش خطا شده افتاده روی زمین و جفتک پرونی میکنه اسم اون دیگه فوت اون لگر اسم جفتک پرونیه تک نیستش خب 100 درصد اون صحنه باید کریستیان رومرو اخراج میشه و رومرو نکته اینه که با تمام اون سابقه سیاهی که ما ازش داریم در امور انضباطی و اینکه یه دفعه نمیدونم فیوز مغزش می میپره خب این فصل داشتیم ازش تعریف میکردیم گفتیم آقا چقدر منضبط شده چقدر متمرکز شده روی متن بازی نه هواشی خب راجع کم بازی کنی حرف نمیزنیم ما مدافع تیم قهرمان جهان بله. خب، مدافع مرکزی ثابت تیم ملی آرژانتینه ولی همیشه این باگ و سوتی و سوراخ و بازی داشته و از اول فصل داشتیم میگفتیم چقدر انج پوسول ببین چی کار کرده با این تیم و این مجموعه که رومرو هم دیگه بی خودی اخراج نمیشه بیا جه. و این که اوکی تو که شانس آوردی یه بار جفتک پرورید با اونجا به اون کارت قرمز اون حرکت دومی چی بود خب این یک دو به نظر من دسن اودوگی هم میتونست اخراج بشه اگر داور میخواد سخیرانه طبق متن قانون عمل بکنه راجع به این متن قانون و عرف و عقل سلیم تو بخش آرتتا فکر کنم بیشتر صحبت میکنی ولی صحنه بود بر طبق متن قانون حرکت خشن شما لزومی نداره که باعث ایجاد برخورد با بازیکن حریف بشه تا به واسطه به خطر انداختن سلامت لایق کارت قرمز مستقیم باشی خب تکل دو پای دستین اودوگی اگر به پای رحیم استرلینگ برخورد میکرد و استرلینگ انقدر با هوش خودش و با چابکیش پاشو نمیکشید قشنگ مچش میشکست چون با ارتفاع بالا با کف پا بله. و دو پای خب اودوگی که نشون داد میخواد اخراج شو شد دو اما اخراج... سر صحنه پنالتی اول در واقع صحنه رومرو حالا کاری ندارم م. که به قول تو شاید تو صحنه قبل باید اخراج okay. شد اما در واقع توپ مالک هنوز نداشت رومرو نزدیکتر بود زربرم زد بله. و در واقع اون فالو بعدش خورد دقیقا. به پای مهاجم یعنی میتونست لزوما اخراج هم نباشه یا حتی ممکن بود یه داور دیگه حتی پنالتی هم نگیردش ببین همینه که بار گناه شما نظر سنگینتر سنگین تر میکنه خب الان که داریم دستینی اودوگی و کریستیان رومر رو با هم مقایسه میکنی میگم در اون لحظه تکل دو پای اودوگی داور از عقل سلیم خودش بهره برد گفت بف... اول بازی جوون چه کاری خب اوکی رومرو چیزی که میگی دقیقا همینه برای میگم گناه سنگی تر میشه آقا تو که توپ اول توپ دقیقا پنجا پنجا بین اون و کیو زد کلن از ذهنم پرید اسپرس با کی داشت بازی میکرد چلسی اوکی بازی کنه آرژانتی مرسی از این مسیر داشتم گفتم بابا هموطن همتیمیت نامرد حرکتیه خب توپ پنجا پنجا بود و رومرو تو به توپ زودتر هم رسید همونجوری که درست توضیح دادی توپو هم زد و به قول خودت فالوآپ حرکت رو میتونست پاشو یه ذره خم, کنه. چه دلیلی داشت که اون قبل از اینکه حتی رو مچش فرود بیاد ساییده شد یعنی در یک صحنه میتونه ساق و مچ انزو با هم بشکنه یعنی خودش دستاورد بزرگیه به نظر من میدونی و این اینه که میگم رومه رو این سوتیه رو بازیش داره و قشنگ معلوم بود آقای حالش خ... نمیدونم به چه دلیلی داشت اینطوری بازی میکرد و حالا با مزه است وقتی برمیگردیم به داستان بازی وی ای آر من دوست دارم جدی میگم مم. از هواداری ای اسپرز بشنوم جوابشو خب چون توی اون صحنه خب در فرایند گل یعنی در واقع در پیشا فرایند گلی بود که چلسی زد یکی از هزار تا گل مردود این بازی با. دیگه خب که این گل باها تو موافق این گل گلی بودش که اگر وی ای آر نبود که صد درصد باقی میمون من میخوام بگم که حتی نظر وی ای آر توی این عصر تکنولوژی زده ای که هر گونه موی ممکن از ماست موجودی باید بیرون بکشیم خب اینه که اوکی خیلی خوب نیکلاس جکسن در موقعیت آفساید قرار داشت یا بله آیا حضورش فعال بود آیا تاثیرگذار بود روی گل من بعید میدونم خیلی روی ویکاریو تاثیر میذاشت از اون مم. فاصله یعنی دید ویکاریو رو بسته بود واقعا من فکر نمی کنم خب حالا به کاری ندارم ولی اگر وی در کار نبود اونجا چلسی بازی یک مم. کیک میکرد و اسپرت 11 نفره باقی میموند چون بله. موضوعیت ایشون حرکت میدونی ولی وقتی که صحنه برگشت و اتاق وی در به این نتیجه رسیدن که اوکی خیلی خوب تاثیر مستقیم داشته اینا پس گل نیست مم. پس بریم دو قدم عقب پس بریم سر احنا. پنالتی بله. پس چون پنالتیه خطای هم طبیعتا امه. شکل گرفته و چون حرکت خشنه امه. و سلامت حریف رو به خطر انداخته کارت قرمز مستقیم برای کریستیان رومرو و همونجوری گفتی از اونجا بود که اصلا عملا روند طبیعی بازی امه. به هم ریخت دیگه دو ضرر بزرگ برای اسپرت شد نیمه اول هم هر جوری بود تموم شد اون پنجا و دقیقه 5 چند دقیقه طور کشی خیلی واقعا مسخره بود <تصفح> نیمه دوم وقتی شروع شد علیرغم اینکه این ای نفر کمتر داشت اسپرز تا حد زیادی بازی رو داشت کنترل میکرد تا اینکه دیگه یه بازیکن دیگه هم از دست داد و تقریبا رفت ولی بازم نرفتن تو لاک دفاعی بهمون اصلا نکتهش همینه ببین چیزی که داری میگی میگم تبدیل شد به دهشتناک ترین فیلم خاره بحث فقط نتیجه و اخراج امه. نیست تو ببین و گوگلو چند تا بازیکن کلیدی شو توی یک نیمه توی یک نیمه نه یک بازی از دست داد رومرو اخراج شد آها مصدوم هم داشت میکی فندفن مصدوم شد داشت. روی کورسی که گذاشت همسترینگش گرفت بعدم هم گرفت فکر کنم سه هفته که حداقل بیرونه خب یعنی شما در نظر بگیر زوج اصلی قلب قلب خط دفاعی که میکی فندفن و کریستیان رومرو آن رومرو که سه جلسه قطعا بیرونه بعیدا میدونم هیچ فرجام خواهی اصلا فرجام خواهی نداره با اون حرکت خشن شانس بیاره که یه جلسه هم اضافه نکنم بابتش خب نظرا تنگش جلسه اضافه میگه که رفت بیرون یعنی عملا اسپرس حالا شانس میارن که تو بازی های ملی دو هفته تعطیل به هر حال حداقل یکی دو تا بازی بل به تا بازی بدون خط دفاعی اصلیش در قلب خط دفاعی باید بازی بکنه که بگنج پاسو گول و میدونیم مشکل بزرگ این تیم که اسکواد غنی نداره یعنی اون ترکیب ابتدایی که بهش رسیده واقعا بکاپ های مناسبی ندارن بابا قلب خط دفاعی بعد از بیرون رفتن این دوتا امرسون قارچو پنی رو پیاز <تصفح> کنار اریک دایر داشتن بازی میکردن مدیسون هم رفت بیرون هم <تصفح> با... جیمز مدیسون با مرسی اصلاً یا بابا جیمز مدیسون در واقع سه تا بازیکن کلیدی نیمه اول بل... از رفتن رفتن بیرون. بیرون. یکشون کامل اخراج شد دو نفر هم که جایگزین بود همین مدیسه ما داریم میگیم بهترین خرید کل پریمیر لیگ این فصل اصلا اون اکس فاکتور اون آسیه که انجاسو آستینش یهو درآورده اونم مچش ضرب دید حالا فکر کنم اون ضرب دیدگی در حدی بود که شاید اصلا به هفته آینده هم برسه ولی تو اسپرزو در این اینجوری در نظر بگیر در حالی که با اختلاف تیم بهتر زمین بودن خب حالا کاری ندارم بعد از گلی که زدن حالا آمارش هم با از که یه دفعه چقدر موقعیت های چلسی زیاد شد و موقعیت اسپرز همینجوری کاهش پیدا کرد شاید واکنش احساسیش اسپرز به گل بود اه اه چلسی به گل بود شاید ب... در خونخواهی از اون دوتا حرکتی که باید اخراج می شدن بازی کنه اسمه جری شدن دیمی. و به هر حال هر دلیلی که داشت چلسی در یک مقطعی به بازی برگشت و اخراج رومر او پنالتی هم که گل کرد کل پالمر پنالتی هر رو می بگم خوب زد به خاطر اینکه ویکاریو با اینکه به تو رسید خیلی نزدیک بود ولی میگم با اینکه رسید و جهت و تشخیص داد و یه نوک انگشت هم به توپ زد مونتا هم ضربش مناسب بود هم زاویهش که توپ پیچید خورد توی تیر دروازه و رفت برگشت خورد توی تور اوکی خب به حال یعنی در بدترین حالت ممکن میخوام وصف بکنم به حرفی که پاکسازد زد که تو لاک دفاعی نرفتن در بدترین حالت ممکن بیگنج تیمش رو برد توی رخکن با سه تا مصدوم یه اخراجی و حالا اودوجی هم که همون ابتدای نیمه دوم اخراج شد بابت یه تکل گست. واقعا بیجا خیلی هم تفلت ناراحت شد نه, دید. دید. نه دید. اصلا صحنه آهستاشه که نشون داد موقعی که هنوز رو تکله یعنی هنوز کامل نخواه وقتی میفهمه که مچشو میزنه همونجا سرشو میگیره و بعدش نشد فهمید آخه چی شد دیگه آره آره مشخصه ام. دیگه بازیکن میفهمه دیگه چه بلایی سر تیمش آورده خب و شما در نظر بگیرید تیم نه نفره شده و فقط اون عکسی که من برای بله. شما گروهمون فرستادم بله بله. نفره. ببین تیم نه نفره خب تیم نه نفره مقابل تیم 11 نفره ما نمونه 10 به نه داشتیم فس... فصل پیش هفته پیش تو بوندسلیگا بایرن دارمشتاد که یه نیمه هشت بهشون زدن یعنی بله. تیم نه نفره داره روی خط میانی دفاع میکنه با پرس با پرس بالا و استفاده از است اون حالا تله آفساید دیگه خیلی رادیکالشون راجبش بیشتر صحبت میکنیم که آیا این ایده رمانتیک رمانتیک فنتیک میشه آیا عملگرا کاری ندارم ولی من فقط میخوام یه اشاره به گلر تیم ملیتون بکنم چون پاکسات ویکاریو عالی بود اگه بازی مساوی میشد که ستاره من... زمین زیادی رو جم... آره خب تفلک چون دیگه ببین شاه بودیم بود این باشه. خیلی عالی بود شاهکار بود یعنی کاری که داشت میکرد ما راجع به مانوئل نویر همیشه میگه به عنوان آرکی تایپ و کهن الگوی سویپر کیپر خب حالا اصطلاحی که با... چون حرف ایتالیاس هست. ایتالیا اصطلاح خیلی بامزه‌ای دارن قبل از اینکه ما سویپر کیپر رو, رو ازش استفاده بکنه مرسوم بشه تا پورتیر ولانته یعنی گلری که انگار پرواز میکنه از روی خطش او. میپره به سمت تو خب امه. از این 90 اینو داشتن سباسیانو روسی و اینا گلر شما رو گفتن خب یعنی میگم چیز جدیدی نیستش ویکاریو واقعا همین بود یعنی اون گلر پران از روی خط بود توی آدم بهترین تو روزای نویر مینداخت دقیقا, دقیقا؟, دقیقا؟ بهترین روزای نویر دقیقا یعنی به نظر کلاس درس بود کلاس درس بود که آقا اگرم هم میخواین اینقدر هایلاین دفاع بکنیم با این ریسک بالا گلرتون باید همچین کاراکتری داشته باشه همچین سوادی داشته باشه همچین میزانی از خانش بازی داشته باشه قضاوت هاش همیشه سر خروجها و اینکه کی برگرده صد درصد بخوره توی خال خب و چه تمرکزی داشته باشه و همه اینو و اصلا اینکه یه بخشی از وظایفش بود با توپایی که تک به گرفت خب میدونی این بود این تو پرانتز بود که آقا ویکاریو واقعا گلریه که ایتالیا باید بشه من واقعا دوناروما رو خیلی وقت دارم میگم من دیگه درکش نمی ما از همون موقع که اونجوری رفت پاریس سن ژرمن شما که بعد هم موقع کرد آخرش به طرف خودش نه که حالا او از منظر هواداری کاملا من درک می که اسکناس هم مینداختین جلوش اینو ولی نه صرفا به لحاظ فنی بود ویکاریو الان اصلا در یه جهان دیگه نه الکس مرت نه دوناروما فکر 6 یا 7 تا خروج داشت روی یک سومشون که یکیش هم خطا نبود و بالای فکرام 7 8 تا سیو دو دوم داشت تا قبل از گل دوم زمان بندیا ببین زمان بندیا اصلا میگم مولای درزش نمیاد. و یه صحنه هم که میخائیل مودریک زدش براش میخواد به نظر من حتی اون صحنه میتونست به کارت قلیس رنگ کارت تر از زرد باشه چون مودریک یه بار دیگهم هم قبلش خطای سفتی کرد و کاملا از روی لجش بود آره. هیچ کاری به توپ نداشت خیلی هم خطرناک <laughs> حالا الان سرشیم سر گل چهارم هم خیلی ناراحت شد آره. جکسون بهش پاس بده نداد بهش اون که گل زد وایس از یه چپی بهش نگاه کرد میگم دیگه, دیگه من وارد بحث میخاله موزیک آره، نکنم بلش قبلا بهش گفتم دروغگو حالا الان دیگه اضافه نکنم صفات حسنه دیگه شو تیم 9 نفره خب اوکی okay, منظور اینه قطعا این سوال پیش میاد خب در تاریخ فوتبال کم نداشتیم تیمایی که ده نفره بل نه نفره بل بگو 8 نفره شدن استراتژی غالب چی بوده پارک اتوبوس بله اوکی دوره دور باکسمون جمع میشیم خب دست به دعا میبریم و تا جای ممکن میدویم خون و اشک و عرق به حماسی ترین شکل ممکنش بلکه بازی در بیاد خب من میدونم یاد چه بازی افتادم یعنی پل تاریخیش هم خود چلسیه اوکی نیمه نهایی چمپیونز لیگ فصل روبرت فکر می کنم حالا اوکی فکر می کنم تاریخی میام درسته خب که چلسی بازی برگشت در اون موقع هنوز اصالتتون حفظ کردی اون <applause> همون نیوکمپ خالی بود <applause> <خالی بم. تصفيق> <applause> مقابل چلسی در نیوکمپ مقابل بارسا <تصفيق> <تصفيق> که اگه اشتباه نکنن بازی رفت و یک کیچ در یه چیز بی ربطی برده بودن که مثلا بازی با 5 <applause> می باختن نمیدونم چطور بازی رو با نباختن و بردن حتی خب بازی برگشت چلسی در دقیقه 25-26 خب وایسا ببینم جانتری اخراج شد گری کی هیل شد یا برعکس حالا اونام دقیقا خب قلب خط دفاعیشون رو با همین فرمول از دست دادن اه. یعنی یه اخراجی اه. و یه مصدوم و دوتا گل خوردن تا پایان نیمه اول و دو هیچ عقب افتادن نقطه عطف بازی که یه دفعه ورق و برگردون بود که رامیرسی که تکنیکش در حد مثلا چه متوسط حال ترین بازیکن های کل فکر کنم تاریخ فوتبال اروپا بود نمیدونم چی تبدیل یه دفعه به فرانچسکو توتی شد یا چیپی زد و بازی دو یک شد و از اونجا به بعد بود که میگم اون سناریوی خون و اشک و عرق و اجرا کردن بازیکن های چلسی چلسی روبرتو دیماتوم هم نبود اون هم همچنان روح مورینیو در تیم بود. بازی رو حفظ کردن اتوبوس دو طبقه پارک كردم و دقیقه 91 92 هم یه دونه گل فرناندو توریس زد بازی 2-2 شد که با همون 2-1 هم سود می‌گام فرق اینه اون موقع قانون گل زدن در خانه حریف همجرا بودش خب اوکی منظور این بود یعنی پلت معمولاً اینطوری اینجوری درمیاد یعنی اگر اون تیم من ببره اصلا بابا این جزء درس‌های ابتدایی مربیگری تو کلاس مربیگری میان یعنی آقا اگر برتری عددیو از دست دادی لازم نیست ریسک بکنی مادامی که بازی مساویه یا مادامی که نتیجه مطلوب رو گرفتی همچنان اگر رفت و برگشتیه فقط و فقط پشت باکس دور باکس دو خود دفاع میکنی و دل میبندی یک به ضربات آزاد امه. کورنر ایسکایی هر چیزی یا حالا زده هم اوکی این،, این عقل سلیمه دیگه مونتا انج پستو که اغلو بیگنج یه دیگه ای مطرح کرد توی این بازی و بحث من اینه فرای یه بازی فوتبال بود به نظر من فرای یک امتیازی بود که میتونست بگیره حالا سه امتیازی که میتونست بگیره به نظر من یک نحوه از مدیریت منابع انسانی و رهبری یک مجموعه رو به نمایش گذاشت که واقعا به نظر من باید تدریس بشه خب و باید راجبش حرف بزنیم کاری که پست گوگل می‌کنه مصاحبه خود فکر کنم مدیسن بود قبل که فصل شروع بشه خوندم توی بازی دوستانه خب حالا هرجوری دوستانه است دیه. چندتا از بازیکنها خیلی تحت اون الگو و فلسفه و اسلوب و پرنسیپ اصلی بیگنج پستوگوگلو که های پرس و های لاینه عمل کرد نداشتن حالا گفتن بازی دوستان از بدنها آماده نبوده اه. توی کانتر پرس ها اونقع انرژی نمیده هرچی بین دنیا بهشون میگه ببین در هر شرایطی هر دقیقه از هر بازی فرای تورنمنتش فرای اهمیتش فرای نتیجهش باید شما این ایده رو اجرا بکنین غیر از این ما نداریم مادامی که من مربی شما همون چیزی که بعد از بازی بود. بله گفت اگر چی چی گفت وقتی پنج نفرم هم بودیم همجوری بازی می‌کردیم هم. آره بهش گفتش که درست بود که شما هشت نفر نه نفر هم همچنان دارین هایلاین با هشت دفعه روی خط مرکزی بله. پرس میکنین گفت ما همینیم که هستیم ما همینیم که هستیم بله. خب این ما این کارو میکنیم چون ما اینیم دقیقا, دقیقا. و ای ببین کار کردش چیه از دو منظر به نظر آمد بهش نگاه بکنیم یک به بازیکن فوتبال در بالاترین سطحش خب همشون انقدر تجربه دارن که یه وقتهایی تو در جریان بازی مربی به حال روی نیمکته میدونی توی زمین نیستش یه سری رخ میده که تو با اون سواد و تجربه فوتبالیت به این نتیجه میرسی آقا این استراتژی که برای من شما تعیین کردی این قابل اجرا نیست و با اختیار خودش اونو تغییر میده یا حالا دوچار تعدیلش میکنه خب و تو میتونستی یه دفعه انتظار داشته باشی که یکی از مثلا با تجربه ترین بازیکنایی که چند که مونده بودن توی زمین اصلا خود سون کاپیتان تیم با تجربه ترین همه اینا. خب؟ بگه آقا تو یه لحظه ای بگه بیان یه متر عقبتر یه بیس متر بکشیم عقبتر و حتی اگه مورد اعتراض مربی قرار بگیره بشه بگه آقا من اوکی من حواسم خب این که همچین اتفاقی نمیفته این که بازی کن دقیقا با اینکه که ممکنه کل جهان بگن آقا این خودکشیه ها این کاری که داریم میکنین این دیوانگی و جنون محضه تیمی که دو نفر از حریف کمتر هایلاین بازی میکنین خب خیلی مربی اگه دو تا بازیکن بیشتر هم داشته باشن جز مورینیو از جمله همچین کاری نمیکنن خب اصلا در ذاتشون نیست ذات محافظ کارشون اجازه رو بهشون نمیده ولی وقتی بازیکن این نشون میده که بازیکن چقدر باور داره به ایده های مربیش چقدر ایمان داره به کاری که مربی داره باش میکنه چقدر مربی رو پذیرفته به عنوان رهبر خودش و چقدر حاضره که با آخرین طریه خونش و آخرین نفسی که در وجودش مونده وابسته و مؤمن باقی بمونه به اون اسلوب و اون ایده ها و اون پرنسیپ ها خب اینو نشون میده و از منظر پست که در بلند مدت جواب میده ببین اوکی فوقش اسپرز این بازیو میبرد فوقش در حماسی ترین و دراماتیک ترین و دلیرانه ترین و متحولانه ترین شکل ممکن یه امتیاز نه به 11 میگرفت خب اوکی اوکی در کوتاه مدت بله صد رو پس میگرفتن تیم بدون شکست باقی میموند ولی فایده ای که در بلند مدت داشت این بود که پاسوگولو تکلیفش رو با کل جهان و کل بازیکناش اگر اندکی شک و تردید هم باقی مونده بود مشخص کرد ما همینیم که, هستیم. چرا چون انقدر ایمان داریم به خودمون که جهان رو تغییر میدیم ما بابت هیچ عامل خارجی تغییر نمی کنیم. ما جهان علیه ما رو تغییر میدیم فارغ از نتیجه و فارغ از هر تبعاتی که برای ما داشته باشه این به نظر من درس زندگیه اصلا فرای فوتباله و اگر فوتبال تماشا میکنیم به مسابقه آینه ای از زندگی بیگنج پستوکول لحظه ای بود که به نظر من اون سرود هوادارای اسپر که ایتس بیگنج بال یو کن کیپ پوچتین و کنت اون معنیشو اینجا ده بیگنج باله همینه که هست نه کنت نه مورینیو نه pochettino. و اینه که این همه عاشق بیگنج پستوکول شدیم به انسان نه صرفا ام. یه مربی دلیلش همینه یه چیز ام. جالبی هم که حالا در تایید حرف یا ادامه این بحث هست اینکه که خب تیم ده نفره شد بعد دو تا بازیکن کلیدی شاد دست داد اوایل نیمه دوم هشت نفر نه نفره, نفره شدن نفره نکته جالب خود روحیه تیم و انسجام بازیکن ها بود یعنی جدا از تاکتیک و امتداد در واقع استراتژی پست کوغلو بازیکنان نه تنها به هم نریختن یا روحیه‌شون نیومد پایین شروع کردن همه با پرفورمنس بیشتری بازی کردن درست هم یادم نیست یکی از رو خط فکر کنم همین آره دایر آره. بود با آره. زانو آره. درآورده تعداد زیادی آره. آره. سیف داشتم و خیلی بازی از این نظر خب نیاز به یک جور انسجام بلوغ آره. و داشتن یک روحیه‌ای بزرگتر از فقط یک نگاه استراتژیک تاکتیکی یک آره یک قلب هست اونجا بله دقیقا همین که میگی توضیحش همینه آدمو فقط در یک شرایطی به قول تو پرفورمنس بالای 100 درصد در دارن وقتی که ایمان داشته باشن به هدفی که دارن براش میجنگن و خب جم... مصاحبه آخر پست کوغلو نشون داد که این ایمان چه جوری داره در حال انتقال دقیقا و ببین الکی هم نیستش یعنی صرف انتظایی نیستش که باور بازیکن‌ها به مربیشون خب از چیزی که سر تمرینا و کمکی که بهشون میکنه به عنوان یک بازیکن در قاموس انفرادیش و تیمیش میکنه میدونی یعنی وقتی مربی قبول میکنه وقتی بازیکن قبول میکنه مربی میگه آقا این خیلی میفهمه هر چی که داره میگه به نفع منه در جایگاه صرفا یک بازیکن و در اشل کلیترش یه تیم بنابراین حرفهایی هم که شاید در وحله اول و در اون لحظه یه ذره براش قریب باور نکردنی و رادیکال بیاد و چون مؤمن شده چون ایمان آورده بازم به جا میاره میدونی چی میگم و ببین اوکی من الان نظر مخالف خودم تو کله خودم داره پخش میشه خب قبوله قبوله گلی که چلسی زد گل دومی که دیگه واقعا معادلات بازی رو تغییر داد و باعث شد که اسپرز اینا اینم من بگم واقعا میگم اینا دیگه چیزای سلیقه‌ایه خب ممکنه مثلا رضا اگه اینجا بود میگفت من 100 درصد با این نظرت مخالفم ولی به نظر نیمه دوم تیمی که فوتبال بهتری بازی میکرد اسپرز بود اسپرزش با دو تا بازیکن کمتر بازی خودش رو غالب میکرد <applause> میدونی بر... بر, چلسی و من میخوام از منظر چلسی اینو بگم میگم گلی که زدن اینو درک میکنم بزن جمله تموم کنم اینو درک میکنم که گلی که خوردن دقیقا نتیجه هایلاین بازی کردن بود خب متا اینکه چرا اینقدر طول کشی تو مغز های چلسی چی میگذشت و پوچتینو اومد به کانرگر هر یه چیزی گفت گفت منطقه بازی رو عوض منطقه بازی رو عوض کن وقتی دوتا بازیکن بیشتر داری ها هر کسی که یه بار فوتبال بازی کرده فوتبال منیجر یه بار گیمش رو بازی کرده میدونه شما وقتی تیمی با دوتا بازیکن کمتر هایلاین داره وسط زمین بازی میکنه ها هافبکت که بعد میدفیلد رانته که میتونه بازی رو در بیاره اه. همون اتفاقی بالاخره به این نتیجه رسیدن آره واقعا دستشون در نکنه اه. که اصول ابتدای فوتبال و دقیقه 75 تا زیادشون اومد دقیقا با میدفیلد رانه اون بازی کنی که باید از عقب بیاد خطافساید رو بشکنه و با یه پاس عمقی تو در فرار بکنه و با یه کاتبک مثل گلی که زدن رحیم استرلینگ فکر کنم یعنی اینو میخوام پس سه هم این هم بود ببین دو دو تای آخر دو دیگه موضوعیتی نداره آمده. چون تیمی که دو نفر کمتر داره داره حمله میکنه خب معلومه توی زده حمله مون البته با باشه دو یک عقب بودن اگه اون گل دایر قبل قبول, قبول می میشد می در واقع امکان نداشت ما به این چاری که برسیم در خیلی با این روحیه‌ای که تیم داشت ممکن بود حتی تاتنهام یا بازی رو برگردم. 100 درصد موافقم دایر که هیچی موقعیت که سوندا توی ضد حمله که سون چند از 10 تا 8 تا اونا رو گل میکنه اونم تو این فرمی که داره میدونی یعنی اوکی بس حرفم اینجوری تمام کنم خیلی طولانیش نکنیم به نظر من خب اسپرس در بهترین شبش با بیگنج پستوگلو بدترین شکستشون رو تجربه کردن و چلسی در بدترین نمایشی که من ازشون دیدم تحت هدایت مورسیو پوچتینو بهترین نتیجهشون رو گرفتن باخت دیشب اسپرز بیشتر از همه حتی واسه چلسی یعنی چلسی اون وسط پایینه پایین های جدار پله اومد بالا یه دلیلی هم داره که الان با وجود این پیروزی ده همچنان هم هم <تصفح> بله. بله، حتما یه دلیلی داره بله. مهمترین فایدهش واسه بقیه سر نشینا بود no. چون منسیتی که خیالش راحت شد لیورپول که این هفته امتیاز از دست داده بود تفلکها خیلی لیورپولی از زدن و دقیقه 95 بالاخره وقتی هم زدن دیگه هرسشون گرفته و دوتا شوت هم به دور زدن ولی امتیاز از دست داده بود آرسنال امتیاز از دست داده بود و نیوکاسل امه. در واقع ب... که تو این کورس بود همه اینا به نفعشون شد که تاتنهام این تا امتیاز رو از دست داد رو دوم موند ما نمیرسیم متاسفانه به بازی دیگه ای که برگزار شده امه. در واقع سرکی بکشیم مجبوریم بریم بازی نیوکاسل آرسنال ولی قبلش به آه. چلسی بانوان نمیخوایم اشاره کنیم که رفتن اما هیز الان که از پاترین شب های چلسی میگه آقا غرغرام ادامه دادن روی چلسی بازار اوکی نه نه یه چیز کوتاه یه چیز خیلی کوتاه یه خب ف... یه، اوکی به امهز خب چون گفتی من کله امهز مربی تیم بانوان چلسی خب 12 سال 11 سال این سنات رو داشته با اختلاف به نظر من ترین شخصیت بوده در این چند سالی که فوتبال بانوان به درستی یک ذره تازه روش کرده یک اندکی تازه امه. اومده در ویترین قرار گرفته به شهادت همین جام جهانی قبلی که داشتیم و این هفته اونا با آستون ویلا بازی داشتن توی دبلیو اس ال ویم سوپر لیگ شش تا آستون ویلا زدن و چلسی فکر کنم امسال داره برای پنجمین یا ششمین قهرمانی پای پی لیگشون میجنگه خب یعنی همچین کاراکتریه تنها تیم انگلیسی که تحت رهبری اما به فینال چمپیونز لیگ بانوان رسید حالا اونجا با بارسا بله. باختن همه اینا خب بعدش به قافل گیران قافل گیر کننده ترین شکل ممکن یهو اعلام کرد که این آخرین فصل خب و میخوام بگم اهمیتش در اینه که سر الکس کرد از یونایتد <تصفح> <تصفح> ونگر خدافیزی کرد از آرسنال در این حد اهمیتش خب در اون جهان فوتبال و احتمال خیلی زیاد حالا گمان زنیان بر اینه که بره سرمربی تیم ملی آمریکا بشه خب من میخوام بگم باشگاه چلسی خب با تمام تغییرات تغییراتی که داشته در حوزه فوتبال مردانش با تمام تغییرات در بعد مالکیتش که داشته به خاطر دلایل فرا متنی فوتبالم بوده توی این چند سال اخیر با تمام اشتباهاتی که مرتکب شدن و با تمام افتخاراتی که کسب کردن در این محیط آشوب زده ای که انگار اونجا اصلا رشد میکنن و اصلا نظم بهشون مثل این که نمیسازه خب تنها عامل ثابت اموهیز بوده تو همه این سالها و اماهز اون جواهری بود که هیچ وقت هیچ کس تو اون مجموعه درست قدرشون ندونست تاثیر که حتی روی تیم مردانشون هم داشته و اینکه اینقدر راحت اماهیز از دست من نمیدونم باید برم تحقیق کنم چون این خبر جدیده میگم مثلا زلزله چند ریشتری بود که اصلا کل جهان فوتبال زنان رو به لرزه در بود باید برم تحقیق کنم برم دلیلش چیه ولی اگر 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 خب اگر دلیلش این باشه که اماهز احساس کرده که در این سیستم مالکیت جدید بهداد و بولی قدرشو ندونستن و اونقدری که باید ازش تقدیر نکردن قرار مد مد نظرشو براش ننوشتن یا هر چیز دیگه ای نمیدونم هر دلیلی که به باشگاه دلی... برگرده. آره اگر اگر صرفا دلیل شخصی اما باشه اوکی دیگه آدم دیگه برای زندگی خودش حق داره تصمیم مگه. ولی اگر به واسطه رفتار باشگاه و مدیر و مالکین جدید باشه امه. من میخوام بگم تکلیف این باشگاه واقعا حتی روشن از اون چیزیه که قبلا به نظر میرسیده خیر ان شاء خیر باشه برای اموجا <تصفح> ببین ما یادمون باشه فقط الان میخوام بریم سراغ بازی آرسنال مه. و نیوکاسل که اونجا هم باز خیلی جنجال هست سر وار وار گفتی وار زده <تصفح> <بارگیر>. <تصفح> 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 وارگیر 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 یا وارگیر دار یادمون باشه بعدا راجع به جرمی دوکو حرف بزنیم که هفته پیش تو اون بازی 6 دیدین چی کار بل, کرد؟ بله. عجیب قریب بود من حالا میخوام بگم نظر شما اوکی دو, دو, که از اون خریده آلیه سیتیه دقیقا همین چی که میگن چشات اصلا اوکی اگه همین تعریفش چشای پاکزاد الان <applause> <applause> اون یه ذره اقراق شده بود ولی من میخوام بگم الان حال جگریلیشو خری دارم به معنای منفی خودش <applause> بله. مافیش خب چه مافیش سگانه برده و مثلا بالاخره خودش به پپ ثابت کرده و اینا و در اون سه شب و سه روزی که پای کوبی میکرد و خیلی بیشتر از اون چیزی که باید نوشیده بود و جلوی دوربین ها پای با <applause> رو بله. کوبیده بود آره با افتخار تلو تلو میخورد خب هیچ وقت به این فکر نمیکرد که دو ماه بعد جایگاهش رو از دست بده کس دیگه رو بگیره اونم همچین جوون چغری قریبه خیلی جالبه بعدا حتما راجبه می‌کنیم میکنیم به لیورپول هم باید یه حرف بزنیم بعد از پنج در واقع چهار تا شکست پیروزی پیاپی بالاخره امتیاز از دست داد ولی اگه موافق پولی که وار به ضررشون بود ما توصیه خیلی خردمندانه ای که گفت آقا پیش میاد ام. یه بار برای شماست یه بار برای ام. بر ماست ام. ام. اما سر خودشون این بار به اشیم دو این به هم دیزگریس و خیلی ناراحت شد حتی از این 20 سالی که تو انگلیس بوده به صورت کلی براعت جست آقا ای اینش مهمه وایسا همینجا عالی باید. اون قسمت دومی که من بازم میخواستم از حضور شما سو استفاده بکنم و شهادت زورکی از <applause> نه،, نه،, نه 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 وایسا چون ما نکته داریم اینجا سر آرتتا و آرسنال و اینو خب پادکست ما دورانی بودش که آرسن ونگر اگه شما نکنم تازه اعلام کرده بود که قرار بازنشستش درسته بله و ما تو چند تا اپیزود اه. با جناب پاکسا داشتیم هی گمانه زنی می‌کردیم گزینه‌های بله. مختلف رو بررسی می‌کردیم که بهترین آدم برای جانشینی مستقیم موسیو ونگر کیه که در نهایت اونای امری انتخاب شد بله. و من اون موقع که میشه پنج سال شیش سال پیش گفتم آرتتا بهترین گزینه است برای آرسه متحورانه ترینه اگر قرار دست به قماری بزنید خب اون موقع آرتتا هنوز امه. یه بارم به با اون سرمانوی رو نیمکت هیچ تیمی نشسته امه. بود اگر این قماره خب مثل جانشین سر الکس مثل جانشین ونگر بعد از 20 سال وقتی پدر سالار یه مجموعه ترک میکنه نفر بعدی خیلی سخته که بتونه موفقیت برسه پس بنابراین ریسک کنین دست به ریسک بزنید <تصفح> یه ذره دل و جرأت داشته باشین یه ذره خلاقیت داشته باشین که نداشتن و گود خیوینینگ اومد و بدترین دوران خودش رو هم داشت به عنوان مربی خب اینو برای این میگم که حواستون باشه من دو روز نیست آرتتا رو دارم تماشا میکنم میشناسمش اوکی خب این از این من شهادت میدم اینو تشکر میکنم دیگه کم کم دانی تبدیل شاهدت دوم <applause> ای 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 <applause> که دوم میشین. او چی او میگه آقا اینو اول اینکه من تبدیل به دوم شما کردم. <applause> آخه از اول اپیزود یه چیزی میگم من شهادت میدم خب که آقا تفلک گفت من امروز دو تا شهادت, شهادت تا این از از راست میخوام من دو بود باش آمان. دو تا بود دیگه آمان. دو تا نبود دو تا بود حالا این بهترین نمونه بهترین گزینه اومده و امروز مربیه و بله. خیلی از بازی با نیوکاسل و اون گلی که خوردن شاکی بود و راستش هم حق داشت من میخوام نظر شما رو بدونم راست شو بخوای راجب کدوم هم راجب خود صحنه خب اون سه مورد مورد موردی که وی آر بررسی کرد و هر سه رو گفتش که آقا تصمیم آن فیلد سر جاش بمونه بنابر این گل قبول درست مردود نیست خب هم راجب اون صحنه میخوام نظرتون میمونم و هم نوع ادبیات بیان و لحن آرتتا بعد از بازی میخوام به خاطر اینکه میخوام قبل از اینکه خودم حرفمو بزنم شما نظرتون رو بگین که تحت تاثیر سمپاشی های احتمالی من قرار نگیره <applause> شما بفرمایید به قول فرانک لوبوف تو ESPN داشت میگه اصلا بلده. مهم نیست تو پس خط رد شد آف ب... آه خطا بود دیگه آه. خطا بود خیلی خوب اصلا اوناش مهم نیست و خطا مورد دیگه. دوم شما انتقاد داری که اه. خطا بوده خطای جولینگتون رو جولینگتون بوده. روی بنابراین گل باید مردود اعلام شد خیلی شما بخواین به نظرم توپ که رد شد از خط آره okay. یعنی توپ کامل okay. رد شد حالا کاری ندارم گیرم نه کار okay. با آفساید هم کاری ندارم okay. آقا دیگه اون خطا بودی دو دستتو گذاشتی رو okay. مدافع هلش میدی کامل و توپ روی با نیم متر با, با خط دروازه فاصله داره به نظر منم حتما خطا بود حداقل خطا این بود محبه. اگر اون بخش اول نبود پس آرتتا حق داشت که چنین واکنشی داشته باشه خب این نکته دو یه چیزی داریم میگین حق داشت که اعتراض کنه و اینکه چه جوری اعتراض کنه راستش رو بخوای حق داشت بله به خاطر اینکه این یه بخشی از اصلا استراتژی بازی و روابط عمومی و موجودیت مربی یکی از نقشاشه همین بعد از بازی چی کار میکنه اما مدلش به نظرم خیلی ناراحت بود یعنی خیلی احساساتی شده بود و راست شو خیلی هم چیز عجیبی نگفت چون واقعا این برسینگ دیگه یعنی همه بازی هفته پیش همینطوری بوده و این فصل ها واقعا خب مسخره است اگر وی ای آر سه تا موقعی سه تا لحظه مشکوکه که حداقل حد سر دوتاش یا <applause> حداقل سر یکیش صد درصد کارشناسا بعدش موافق بودن چطور اینو نمیبینین یعنی <applause> از این نظر به نظر من <applause> بنیه حرفش غلط نبود عکسش هم جز استراتژی مربی میبینم حالا اینکه چقدر خوشمون میاد از اون روحیه یا چقدر نسبت به گفته خودش تو هفته <applause> های پیش تو تناقضه باز راستش منم اینو این هم جزو همین فرایندای مربی بودن و بازی های روابطمون میبینم <سؤال> <نه> خیلی باش <applause> منفی نبود نه حرفتون خیلی متینه دقیقا جفتتون دارین کاملا حرفای متینی میزنین راجب صحنه گل خب من این توضیح رو میخوام بدم ببین VAR تنها در شرایطی میتونه تصمیم آنفیلد یعنی تصمیمی که داور و کمکاش گرفتن رو برگردونه که مدرک مستدلی مبنی بر اشتباه صد درصد اونا به دست بیاره امه. خب یعنی صد درصد به نتیجه برسه که اون تصمیمه غلط بوده خب امه. راجب اکت یک و سه الان میخوام حرف بزنم نه اکت دو خب امه. آف ساید رو فاکتور میگیریم تو... تو... نه آف ساید, تو... آف, ساید. آف ساید اکت سه و توپ که بیرون رفت یا در زمین مون اکت یک آف ساید اکت سه خطا اکت دو خب راجب اکت یک و دو دارم حرف میزنم اک... اکت یک و سه خب اکت یک اصولا ما زاویه خب زاویه دوربین مناسبی نداشتیم که بتونیم 100 درصد بگیم توپ در زمین باقی مونده یا از خط گذر کرد خب حالا بامزه بود دیشب تو ماندی نایت فوتبال نویل کار بامزه ای کرد برعکس تقریبا تمام کارهای دیگه زندگیش میکنه تو پا دقیقا توی همون شرایط کاشت خب و زاویه‌ای که بهترین زاویه ممکنی که پیدا شده بود در پوشش اسکای اسپورت در اون بازی رو بهمون به نشون داد و گفت از اینجا به نظر میرسه کاملا تو بیرون رفته ولی وقتی زاویه رو تغییر دادن خب و امکانش رو داشتن که دوربین رو بالا آه. ببرن همون که تکنولوژی خط دروازه استفاده میکنه هاکای میگن چه حا... که مارول <تصفح> اه... نمیدونم هرچی چی به هر حال هم که تو تنیس اک... هم استفاده میکنن برای سرویس ها و اینا خب وقتی اونجوری نگاه میکنی میدیدی میدید که یعنی به نظر شاید توپه تمام توپ از تمام خط رد نشده و یه چیزی که تو این بحثو خیلی نادیده گرفته میشه آقا توپ فوتبال خب کره مگه نیست خب امه. شکل کروی داره دیگه پس لزوما اگر اون سطح تحتانیش کامل امه. از خط رد شده باشه به معنای این نیستش که کنارهاش هم کامل جدا شده باشه از خط اوکی پس از یه زوایایی بله اصلا ممکنه این درسی بود که ما امه. تو جام جهانی سر بازی ژاپن هم گرفت اسپانیا بود فکر کنم خب بنابراین اگر که حتی اون میگم اون سطح تحتانی پایینش هم کامل از خط رد شده باشه ممکنه کنارها ها همچنان در زمین باقی مونده خب باشه این خیلی شایعه درست میکنه چون تو هیچ وقت خب, خب. خب. اوکی خب درسته دقیقا بنابراین ما هیچ امکانی نداشتیم که به قطع بگیم توپ از زمین خارج شده پس تصمیم آن فیلد که مبنی بر این بود که توپ در جریان بازی حفظ شده به قوت خودش باقی, باقی میمونه. میمونه این طبق متن قانون و کاملا درسته به نظر من خب آفساید اکت سه خب اونجا که اصلا هیچی نمیتونستیم ببینیم یعنی اصلا ما امکانی نداشتیم که بخوایم بگیم 100 درصد آنتونی گوردون توی آفساید به خاطر اینکه بازیکن‌ها توی هم پیچیده بودن اصلا دو... <applause> کاملا زاویه دوربین رو بسته بودن آیا آنتونی گوردون پشت توپ بود جلوی توپ بود اصلا توپ به کی خورد که افتاد جلو پای آنتونی <applause> گوردون همه این داستانا بنابراین چون باز هم وی ای آر نمیتونست قطع به قط و صد درصد بگه که تصمیم کمک داور مبنی بر بالا نبردن پرچمش غلط بوده پس نمیتونه مداخله بکنه پس اون دوتا تصمیم به قوت خودش باقی میمونه بر طبق متن قانون خوب که درستم از اینجا اه. اما صحنه خطا من با شما موافقم یعنی به نظر من هم خب جولینگتون با دو دست داره گابیر مگالیاشو حل میده اه. و صحنه کلیدیه به خاطر اینکه منجر میشه به تکل بازی خب ماله. کاملا من با شما موافقم کاملا همراه همسو هم خب مثل خیلی کارشناس های درجه یک فوتبال اهم از جورنالیست ها اهم از بازیکن های سابق اهم از مربی های سابق که دقیقا با ما هم نظرند اما در سوی دیگه خیلی هم هستن از جمله خود میگم گری که در لحظه ای که اتفاق افتاد و بعدش هم گفت به نظر من خطا نیستش این عکت یعنی طبیعی دو بازیکن این بازیکن برای پریدن از دستش استفاده میکنه ببین اونجاست که ما وارد این میشیم که وی ای آر خب به ذات بی ربط و غلطه برای فوتبال به خاطر اینکه بخش زیادی از قوانین فوتبال بر مبنای تشخیص لحظه ای داور نوشته شده و خاصیت تعبیر پذیری داره خب و سیاه و سفید نیست و صفر و یک نیست در منطقه خاکستری به سر میبره توی اون صحنه به باور داور به تشخیص داور خب جولینگتون مرتکب خطایی نمیشه روی گابریل خب وی ای آر کی میتونه این تصمیم رو برگردونه خب و از داور بخواد که صحنه رو دوبار بازبینی بکنه وقتی که به این نتیجه برسه که صد درصد داور اشتباه کرده ولی چون یک امر سوبژکتیوه چون بر مبنای تشخیص انسانی صد درصدی وجود نداره یعنی ممکنه حتی <applause> کسی که توی اتاق وی ای آر نشسته میگه به نظر من خطاست ولی آیا من میتونم بگم که نظر داور استیوارد اسفل در صحنه 100 درصد غلطه که رأیشو برگردونیم نه نه پس بنابراین وی آر نمیتونه دخالت بکنه من میخوام بگم استثناا وی آر عمل کردش کاملا درست بود این این ای ناسه ای ناسه اگر منطق اینه که استثناا وی آر استثناا مثل آر 100 درصد بی دلیل بود خب دیگه مرسی دیگه. خب چه فرقی داره وقتی که اون داوری هم که تو وی اتاق وی آر نشسته با همون استدلالا باید نتیجه گیری بکنه خب مرسی خب دقیقا. خب دقیقا. دقیقا همین که میگی برای همینه میگم میگم در ورزشی که قوانینش تعبیر پذیر و سوبژکتیوه به امر انسانی برمیگرده ولی تک... آخه این چیزی که الان گفتی گری نویل گفتی یکی آه. از کسای های های مثلا طبیعیه که آدم میخواد بپره دستشو بذاره بله طبیعیه ولی به شرط اینکه 20 سانت با خط دروازه فاصله نداشته باشه به شرط اینکه دستتو نذاری وسط کمر مدافعت و قبل از اینکه تکون بخوره و حتی خودت بیای بالا اول اونو بندازی زمین خواهم بگم انقدم دیگه تعویل پذیری در خطای فوتبالی اگه باشه مم. که دیگه خب خیلی هست. عجیبه حقیقتش هست, هست. هست. ببین نصف پنا ب... قشنگیش هم بخاطر اینکه جهان شموله بخاطر اینکه همه آدما میتونن بشن با هم بحث بکنن آقا این خطای دی... کی گفته بابا این تکل ام. نبود اول توپ بزن این شونه به شونه شدن اینو هول داد این پنالتی بود اون پنالتی نبود کجاش این هندبال توپ که جایی نمیره از عمد از قد از قصد میدونی قشنگی ف... گپ های برای چه ها عاشق گپ زدن از فوتبالن به خاطر همینه به خاطر اینکه صفر و یکی وجود نداره اینجوری نیستش که یکی بگه نه خیلی من سواد فوتبالی دارم و شما همتون بی سوادین به مبنای فرمول نمیدونم چی مساوی چی به توان فلان پریم نمیدونم زیر رادیکال اصلا شما حق ندارین حرف بزنین قشنگی گپ فوتبالی به خاطر همینه به خاطر اینه که پاکستان داره کاملا درست توضیح میده موضع خودشو و میگه آقا این خطاه و یکی هم جلوش پیدا میشه منم نیستم و منم باش موافقم و ولی یکی پیداش میشه که با همین منطق بگه اوکی من نظر شما رو درک میکنم ولی به نظر بلی... من به این دلایل خطا نیست میگم برای بار هزارم من با شما موافقم به نظرم خطا بود ولی آیا وی آر میتونست بگه که داور مرتکب کلیر ان ابویس کلید واژش اینه من. همچین خطایی شده که رایشو برگردونه نو no. خب این از این خب این برای توضیح صحنه راجب آرتتا من فقط میخوام یه پس زمینه از میکل آرتتا بهتون بدم به خاطر این اون شهادت رو از جناب پاکساد گرفتم بله. باید میکل آرتتا قطعا یک کوچ کوچ نه یک بله. کوچ درجه یکه مغز فوتبالی فوق العاده داره طبیعتا شاگرد مربیایی که بود از آرسن ونگر بگی بله. و یه دلیلی داره که پپ گواردیولا به محض اینکه آرتتا میخواد فوتبالشو میخواد حالا اصطلاح بله. کفشاشو آویزون بکنه بله. سری میگه پاشو بی اینجا بیا دستیار من هپ گواردیولا الکی کسی رو به عنوان بله. دستیار قبول نمیکنه خب یعنی همه شواهد داله که آرتتا قطعا یک کوچ درجه که تاکیدم روی کوچ نه منیجر و یه دلیلی داره که آرسنال تا چه میدونم هفته چندم فصل پیش بود مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی بود داشتیم مایی که باور نداشتیم با آرسنال فصل گذشته از یه جایی به بعد من مم. یادم خودم اعتراف کردم گفتم آقا من باور آوردم بله بر. قهرمان میشه دیگه خب همش دلایلی داره به خاطر اینکه فوق العاده دادن با میکل آرتتا در امر کوچینگ ولی در جایگاه منیجر که خیلی دوست داره اون نقش رو بازی بکنه یکی از مزهکترین عملهایی که توی زندگی نه صرفا از یک مربی فوتبال دیدم وقتی بود که به عنوان آماده سازی تیمش برای سفر به آنفیل از این ضبط دو کاست ها گذاشت سر تمرین و یول نور رو پخش کرد با صدای خیلی هم با حداقل بابا یه چهار با فرشاد مشورت میکردی سیستم صوتی حرفه‌ای می‌ذاشتین خب و در حالی که داشتن راندو میکردن چه میدونم هر کاری که تمرین میکردن داشت یول نور واکلون پخش می‌شد اینو تو اون مستند آل نارتینگ من اگه اونجا جای یکی از بازیکن آرسنال بوده همونجا استفا میدادم گفتم قرارداد من همونجا فسخ کنین اوکی okay. وات چیکار کنیم بعد این کمک میکنه به همون تو بر جو آنفیلد اوکی نتیجه اون بازی چی شد پنج تا خوردن چهار تا خوردن هم چی شد خب و یه نکته دیگه داره همون بازی جایی بودش که او آرتتو به این نتیجه رسید خب با اون سابقه خیلی, خیلی 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 کمتری که نسبت به یورگن کلاب داره و کاریزمایی که اصلا اگه کاریزمای کلاب چند نفر کل جهان دارن تصمیم میگرفت که بره شاخ به شاخ بشه با یورگن کلاب کنار خط و این به و میگم نمیدونم چرا برای خیلی چند تصمیم غلطی آدم با یک کرکتری مثل کلاب اصلا می دیده چش تو چش بشه <applause> با خصم چه برسه که بری کلکل کنی بی و میدونی برای من میخوردت می من چه تصویری میاد میخوردت مرسی تصویر همیشه بود که یه قاقم به جنگ خرس گریزلی بره اون لبخنده است که دندوناش برق میزنه یه دونه از اونا بهش میزنه و میگم ببین منظورم اینه آرتتا قطعا خیلی همچنان باید تجربه ورزی بکنه باید پخته بشه خیلی جا داره که به اون جایگاهی که دوست داره که من احساس میکنم میخواد ترکیبی از آرسن ونگه پپ گواردیولا و به شکل نگران کننده ژوزه مورینیو بشه این سودا رو نمیگم بده ها ولی میخوام بگم این میکسی که شما تو ذهنته یه ذره جا افتادن و ترکیب و تلفیق شیمیاییش و تبدیلش به یک مایه مستقل خب که میتونه برای شما مثلا حالت چه میدونم اون جادو رو حال جادویی داشته باشه و اون کاریزما و پرسونا رو بهت ببخشه خب خیلی طول میکشه خیلی پیچیده است و اگر در نیاد به نظر من میشه رفتارش خب ببین به ببین نکته این آرتتا رو بذار از این هیس در مقابل پست کوکلو که همین الان راجع حرف میزدیم یعنی رسما داریم راجع به یک خام و یک پخته انگار حرف میزنیم مم. قطعا همینطوره و ب... هم بحث سنیه هم بحث تا... اوکی در جایگاه مربی همچنان سابقه آرتتا بیشتر از پست روی کاغذ در لیگ در جایگاه بازیکن قابل مقایسه من اصلا واقعا نمیدونم بگن فوتبالش واقعا نمیدونم یعنی اه. برای موضوعیت نشه دنبال بکنم فوتبالیست که بوده میدونم ولی حالا هرچی قابل مقایسه نبوده اینجا برای پی اس جی و اورتون همون دیگه حالا حالا تو هم لیگای خودشون بوده خب ولی در جایگاه کارنامه مربیگری ها. مربیگری ببین میگن چقدر جام برده آرتتا یه دونه کلا اف ای کاپ برده اگه درست ذهنم باشه حالا اینم برد این چیزام بردن این کامیونیتی شیل چری چیل واتر هر چی که اسمش از چقدر ارزش داره جام پلاستیک تزیینی خب اه. منت جوری که داره آرتتا رفتار میکنه توی یکی دو سال اخیر در جایگاه مربی که با پورتو چمپیونز لیگ برده یعنی ژوزه مورینیو آقا ژوزه مورینیو وقتی میاد میگه که آی think آی ام اسپیشال که با پورتو, پورتو. قهرمان چمپیونز لیگ شده باقی عناوینی که به دست آورده توی خود لیگ و نمیدونم جام هستی اون آره آره اصلا هیچی با پورتو اومده قهرمان اون ر... رفتار شما رفتار خصمانه شما رفتار ترشرویانه شما هر اصطلاح دیگه ای که بخوای براش به پ... کار ببری رفتار بی ای شما حتی اگر باشه باید تناسب منطقی داشته با, با جایگاهتون و اون جایگاهه از دستاورتهای ورزشی و افتخاراتی که کسب کردین نشد میگه اوکی خب شما نمیتونی رفتار مربی رو داشته باشی خب که یه جام یا دو جام برده ولی جوری داره با مدیا برخورد میکنه و جوری نگاه از بالا به پایین داره که انگار 25 تا قهرمانی توی کارنایت به ثبت رسیده خب ببین من کاملا در حالا اوکی من کاملا درک میکنم که میکل چرا انقدر عصبانیه چرا انقدر شاکیه چرا انقدر آزرد خاطره چرا انقدر پرخاشگر شده اون ذات طبیعی انسانها در چنین وضعیت رقابتیه که انقدر همه چیزم زیر ذره هم که نیست قربون تلسکوپ هابل هر چی که اسمش بذارید تک تک رفتارهای شما خب داره توی مطبوعات توی رادیو توی روزنامه توی پادکست هر چیزی خب زیر سوال میره و تحلیل میشه و آنالیز میشه خب بنابراین تو میتونی درک بکنی که انقدر بهش فشار اومده توی اون صحنه خب که همچین برون ریزی احساسی داشته من میخوام بگم این از منظر ناخداگاه از منظر ناخداگاهش از منظر طبیعی و غریزی یک انسان فوق پرشوره و این به معنی مثبت دارم میگم اگر میبینیم آرسنال در شب خوبش هر تیمی که مقابلش باشه رو تیک و پاره میکنه و چنان فوتبالی بازی میکنن که حتی سیتی هم این فصل شکست دادن به خاطر اون شوریه که آرسنال تزریق کرده در دی ان ای آر... در... آرتتا در... در دی... دی... ای آرسنال خب یعنی این نتیجه مستقیم اون هستش ولی همون چیزی که خودتون گفتین من دو تا سوال از میکل آرتتا دارم یکی اینکه پس اون که لویس دیاسو به غلط آفساید گرفتن و اینا بگه نگفتی انسان اشتباه میکنه بله. فقط وقتی قابل قبوله که برای دیگری باشه این منطق امه. واقعا خب نه خب منطق نیست این نمایشه این. آره. نه نه همین آره فقط اشتباه ها وقتی قابل پذیرفتن پس. برای بقیه باشه, برای باشه. خب و دو اوکی اصلا گیرم که میگم همه جهان هم موافق باشن که جولینگتون خطا کرد خب خطای گابریل جولینگتون روی گابریل فقط و فقط یکی از دلایلی بود که شما توی اون صحنه گل خوردید و بابا بله. اون تک گل بازی رو باختید من دو دلیل واضح دیگه میتونم به شما بگم میکل جان یکیش دوستمون داوید رایا داوید رایا من نمیدونم یعنی دیگه اصول ابتدایی گلری هم دیگه فکر کنم قادر به انجامشون نیستش ببین یعنی انقدر صحنه مبتدیانه بود ببین تو توی اون صحنه وقتی همچین ارسالی انجام میشه بعد تصمیم بگیری چیزی که راجبه ویکاریو گفتیم مم. یا این ریسکو میپذیری که خروج داشته باشی از دروازه بیای بیرون که بعد تا رو انجام بدی دقیقاً دو باید تا تهش بری مم. یا اینکه به این نتیجه میرسی که آقا با یک روی کرد محافظه کارانه تر مم. من سر جام وای میسم و توپای سوم و ریباندا رو جمع میکنم همچنان گل خودمو دارم چون ما لحظه که از دروازه بیرون میای دیگه اون قلعه رو از دست دادی میدونی یعنی پل خنده رو انداختی پایین و رفتی وسط جنگ دیگه راه بازگشتی به قلعت نداری خب <متصفيق> دو موند و من نمیدونم توپ واقعا سختی هم نبود گرفتن و حتی یه اثر هم نتونست روی توپ بذاره و میخوام به آرتتا بگم که وقتی که این اشتباهات داره تکرار میشه بازی پشت بازی پشت بازی پشت بازی پشت بازی, پشت بازی. داوید رایو داره بدتر و بدتر و بدتر میشه عملکرد کلیش نه صرفاً روی این اشتباهش آیا سوالی که من از شما دارم آیا آیا میتونیم این سوال رو مطرح بکنیم در معدبانه ترین و منطقی ترین شکل ممکن که افت داوید رایا به خاطر استراتژی پست مدرن شما نبوده که اول فصل اعلام کردین که من گل رو ثابت ندارم آخر دو پنج تا که همش رایا وسط دیگه خب خب همین اون حرف که دروغ محضه اون که پرتو پلای م... اون تازه م... خیلی وقت نیست اصلا کی <تصفيق> 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 آه تازه پدر یه چیز بدی گفتی گفت آقا کنید بله بله آروم که فرزندش تازه به دنیا اومده منظورم اینه منظورم اینه که آیا میتونه میتونه حتی نمیخوام جوابی براش پیدا کنم میتونه یکی از دلایلی که رایا انقدر داره با استرس بازی میکنه انقدر جایگاه خودش رو مورد تهدید قرار میده انقدر دچار دودلی و حراس میشه سر هر اکت ساده و پیچیده ای که باید از یه گلر سر بزنه آیا میتونه دلیلش این باشه که مربیش بهش گفته که من گلر شماره یک ندارم و ممکنه در وسط بازی به دلایل فنی و تاکتیکی گلرمو تغییر بدم آیا میتونه دلیلش این باشه که به واسطه این بیانیه یا میگم پست مدرن آرتتا هر صحنه که شما داری نگاه میکنی حرفی بود که پویان همون روز عالی زد و من برای اینکه بحث و یک تعادلی بهش ببخشم گفتم اوکی بذاریم پس نتیجه شو ببینیم ولی من الان باید بگم صد درصد موافقم با چیزی که پویان گفت آقا عمل شما باعث شده هر اکتی که رایا انجام بده هر اشتباهی که مرتکبش بشه بخش زیادی از فنبه بیس آرسنال بگن اگر رمزل بود اینو میگرفت اگر رمزل بود مش میکردا اگر رمزل بودیم پاس غلط رو نمیداد آتیش زمین میگم اینو دارم میگم میکل آرتتا بیش از اون چیزی که باید میخواد تبدیل به آدم خاصی بشه. آقا شما اصول ابتدایی مربیگری کوچینگ رو انجام بده، میرسی به اون جایگاهی که انقدر بخوای حرفای قلم به و ایده های مبهم و گنگ و مطرح بکنی. اگه اینجوری بگیم این منطقی که در واقع گفته های آرتتا رایا رو یا حالا حتی رمزل رو تحت تاثیر قرار تا این حد اگه بخوایم اینو قبول بکنیم به این معنیه که تمام اشتباه های سه چهار پنج هفته گذشته ای آرسنال یه جوری از اینجا آب میخوره به خاطر اینکه رایا تقریبا همه رو نمیخوام بگم قبول کنیم یا. میگم فقط به سوالش فکر آره سوالم که اگر این فرض رو بذاریم رو امکان منطق داره سوال من خیلی خوب این از این یک دلیل دیگه ای که شما گل خوردین تو اون دلیل دوم که به نظر من نابخشودنی ترین گناه ممکنه برای اصلا بحث من فوتبالیست حرفه‌ای در سطح آرسنال نیست تو کوچه شما اگه بازی میکنین اگه داور داشته باشه آلمانی داور نداره خودمون داور میگه هر چی آقا اولین باری که بچه 6 ساله پسر یا دختر پاش به توپ میخوره مربیش بهش میگه که یه چیزی بهت بگم مادامی که داور سوت نزده با اراده خودت بازی رو متوقف نکن به بازی ادامه بده من معذرت میخوام خط دفاعی آرسنال 5 نفر 6 نفر وایسادن دارن تماشا میکنن صحنه ای که توپ داره به سمت پرچم کرنر میره کلاسش میخوای هم یه جوری میگفتم چرا با ماذ از اون که میخوره به کرنر وایس اونجا 5 نفر میایزن سرش کتک کاری میکنن خیلی با ماذ در میخه و داره همه نگاه میکنن میگن که اوکی این که رفت بیرون دیگه حالا من معذرت میخوام من متوجه نمیشم چطور یک نفر یک نفر اون توپو تعقیب نمیکنه و همه اونا به این اچ میرسن که در چنین دقیقه ای و در چنین بازی حساسی وارد چالش مانکن بشن من باورم نمیشه آقا گناهان بزرگ سر اینکه شما این گل خوردید مقصرین بزرگ خط دفاعی و گلر شما اگر خط دفاعی شما یکیشون یکیشون انسر سوزن اخلاق حرفه‌ای داشت میرفت تو توپو دنبال میگرفت آقا شاید نره بیرون تو آقا دنبالش چرا؟ کن توپو آقا مگه شما بازی ایران ژاپن رو ندیدی که همچین من... <applause> هر کی هر کاری این اشتباه هر بازیکنی که مرتکب یادم نندازونو آره، آره. آقا این گناه نابخشودنیه برای فوتبالیست آماتور ما داریم راجع به بازیکن آرسنال صحبت میکنیم اگر یکی از مدافعین شما اون توپو تعقیب کرده بود سوای این که اوت شده یا اوت نشده اگر داوید رایا میتونست اندازه میگم اصول ابتدایی گلری و دیگه قادر به انجامش نبود هر چیز اصلا دیگه وارد بحث خطا و آفساید و وی ای آر و دیزگریس و و, آیم اشنگ اشنگ و آی ام آی سیکو اینا نمیشدیم دوست عزیز بله. بعدش هم البته باشگاه ازش سر کرد حمایت کنه چون خیلی اذیتش کردن و یعنی کم کم مسخره بود خیلی مسخره بود این بیانیه یه باشکا چیزی کلا ولی بازی تنشش بالا بود دیگه اون صحنه که هاورتس حالا نمیخوام زیادم اه. تو این بازی مونیم صحنه که هاورتس سوا خطا کرد کارت گرفت منجر شد به سه تا کارت از <تصفح> <تصفح> سمت نیوکاسل یعنی داور به اعتراض اون سه تا کارت واقعا ولی انقدر سنگین بود صحنه ببین دو تا بحثه اینم باز از او امور سوبجکتیوه در این سو... لحن سوالت اینه که احساس میکنی کارت قرمز مستقیم نیازی مم. نداشت به نظر منم صحنه تو مم. یه همچین صحنه تو همین بازی هم زیاد تکرار شده اوکی okay, خیلی خوب منم قبول دارم منم یه جورایی میگم درسته که یه ذره خطرناک به نظر میاد تکل کای هاورس روی استاف ولی کن که چون ارتفاعش پایین بود کف پا نبود همون چیزی که راجبه رومرو رو فکر کنم توپ حالا توپو فکر کنم نزد نرسید به توپ ولی مچ بازیکنم زد خطرناک بود ولی بازم میگم ببین متن قانونو میذاریم کنار عرف داور میگه آقا من بازی رو 11 به 10 نکنم. ]なるほど. ریتم طبیعی شو هم بریزم یه کارت ز زرب... حالا شاید مثلا کارت بجای کارت زرد اگر داشتیم مثلا چه می‌دونم مثلا بگم باز قبض نارنجی اورنج نارنجی نارنجی جیغ اصلا اون چیزه گفت گزارش کرد گفت گفت این زرد نبوده کم دیپی اورنج اوکی نارنجی جیغ هرچی من اونو قبول دارم ولی چیزی که پاکزاد میگه عالیه بخاطر اینکه غیر از اون حرکتی که هاورز کرد که تاثیر مستقیم داشت روی گل آرسنال مقابل سیتی خب به نظر من این هوشمندانه ترین و مفید ترین اکت کای هاورز بود بعد از اینکه نمیدونم 65 میلیون 70 میلیون پول بابت پرداخت کردن برای آرسنال اینکه یه خطا کرد بازیکن حریف رو حالا دوچاره درد خیلی شدیدی کرد و خودش فقط یه مم. کارت زرد گرفت و بابت اعتراض بازیکن حریف سه تا هم. کارت برای اون با یه سرباز یه وزیر <laughs> میشه چیزی یا حداقل میتونی بگی با یه سرباز دو تا فیل و یه دونه رخ زن حالا هر چی چون 60 دقیقه تیم مقابل انداخت توی سه تا بازیکن یه کارت که خب الان خیلی بازی دیگه اون بازیکن اینو قبول دارم کاملا یعنی اینجا من راستش میگم انتقاد بیشترم به داور هر کسی که بود اینه که آقا اوکی خیلی خب قبول اصلا ما با شما همرنگ موافقیم که این اخراج نداشت بر اساس عرف بهتر بود کارت قرمز ندی ولی حداقل بازیکن‌های تیم حریفم هم درک کن که نگران و سلامتی هم دارن به اعتراض میکنن دیگه زار آرومشون بکن اختار ن سه تا اخطار پوش آخه تیم‌ها هم خیلی بازن. چیز داشتن قایب داشتن و بازیکن از دست امه. دادن یعنی یکم آدم اینو میفهمه هر کدوم سه تا دو سه تا بازیکن بزرگو نداره یعنی یه دونه مصونیت اینجوری رسما به هم می‌ریزه تیم خب همین دیگه اینو باید به داور بگی باید اختار میده حالا راجع به آرسنال گفتیم و این نکته اما به نیوکاسل هم نگاه کنید تیم ها ده. توی دفاع شگفت انگیز بودن توی پرس هایی که میکردن و نقش گردون بازیکنی که در واقع گل زد تو تمام صحنه ها در واقع مشغول دفاع و پرس سنگین بود بلافاصله فاصله اضافه می شدن به فوروارد و خب نیوکاسل هم داره نشون میده که شاید شاید اگه همین ریتم البته همین پول ادامه پیدا بکنه شاید فصل دیگه حتی واسه قهرمانی بجنگه منطقیه گزاره منطقی داری مطرح میکنی چرا که نه تا الان که راه ها درست رفتن امه. اگه کلیت رو در نظر بگیری از انتخاب مربیشون از, امه. امه. از انتخاب گفتم مهمترین خرید نیوکاسل عربستانی دنش از برایتون بود به عنوان مدیر فنی خب با بازیکنایی که گرفته آنتونی گوردونی امه. که الکساندر ایزا که جوری که تیم داره بازی میکنه حالا شوخی با مزه میدم هواداری نیوکاسل داشتن بعد از این بازی چون خیلی بازیه درست میگی به لحاظ فنی واقعا تیم قابل تحلیلی حالا جلو شما هم بازی کردن دیگه بله متاسف آره بازی رفتتون امشب شما با نیوکاسل ما امشب بازی... با پاریس شما با پی اس جی بازی با نه آقا من معذرت میخوام اصلا نمیخواستم داغ دلت رو تازه بکنم <تصفح> اصلا منظورم این بود که از وقتی اومدی توی پادکست میلان یه بازیشم هم نبرده خب <تصفح> اصلا منظورم کاش فقط موضوع برد باشه نه نه که یعنی شما به عنوان میلانی دیگه تجربه دست اول داری که جلوی این تیم چقدر هر تیمی ممکنه به درد سر بیفته خب یه بودی که توی این بازی نشون دادن حالا ما راجع به کای هاور صحبت کردیم راجع به وی آر صحبت کردیم برونو گیمارش یعنی من میخوام اونجا از منظر آرسنال بگم واقعا من متوجه نشدم برونو گیمارش چطوری این بازی دووم آورد تو اون لحظه که توی زمین بود بابا بیخیال بازیکن از عمد بدون که هیچ کاری به توپ داشته باشه کاملا به قصد حالا ارعاب حریب به انتقامش انتقام هرچی که اسمشو بذاری با آرنج گذاشت توی صورت جورجینیو نیمه دومم که عملا داشت فابیو ویرا رو خفه میکرد بله. دستشو دو 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 گردنش خب منظورم اینه یعنی از اون منظره رو نگاه بکنی داوری این باگای بزرگ هم داشت هاورتس هم یکی دو بار زدن که اصلا داور ندید بعد زدنش ببین کلیت داوری آره کلیت داوری که کلا میگم پر از سوال بود پر از واقعا مشکل و انتقاد بود ولی من توضیحی که دادم صرف اون صحنه وی ای آر به نظر طبق متن قانون مشکلی نداره خب ولی این رفتارهای برونو گمارش باعث شده سری هواداری نیوکاسل اسم تیمشون رو بزنن اتلتیکو تاین ساید یعنی به جای اتلتیکو مادرید تاین تا ساید منطقه که شهر نیوکاسل تاین تا سایت خیلی بامزه بود برای نظر چون واقعا اتلتیوار یعنی با توسل به تاریک ترین ایم. و سیاه هنرهای فوتبالی داشتن مقابل آرسنال بازی میکردن و آرسنالی که میگم نکات منفی رو میگه نکات مثبتم هم باید بگه واقعا اون DNA یه ذره ترسو تنبله، کتک خوره دوران آخر آرسن ونگر رو کاملا از تیم چی چی میگن زدوده. زدوده, زدوده, زدوده زدوده حتی دلده. آره میخواستم چه رو پیدا <applause> حالت اگزورسیستی داشته براشون خب و بیا آرسنال تیمی نیست که بتونی قلدری بکنی و بهشون زور بگی ولی توی این بازی میگم با تمام فعل و انفعالاتی که وجود داشت در نهایت این اتفاق افتاد فقط یه چیزی که من راجع به آرتتا یادم رفت میخواستم به آخر بحث اضافه بکنم ببین میگم از منظر طبیعی درک میکنیم که رفتارش چیه خب همه انتقاداتمون هم که داریم خب ولی من فقط میخوام بگم که از منظر خداگاه آرتتا اتفاقا ایده و استراتژی داره به خاطر رفتارش لحنش و نوع بیانش خب و من اونو درک میکنم تایید نمی کنم راستش بخوای تکسیب هم نمی کنم چون سر الکس خودش امپراتور این استراتژی و رفتار بود یعنی به عنوان یه یونایتدی دیگه من اینو حفظم خب مونتا میگم حرف من اینه که رفتار شما باید متناسب با جایگاهتون باشه ولی به هر حال توضیحش اینه ببین دو تا قصد اصلی داشت دو تا هدف اصلی داشت آرتتا از اون نوع بیانش و اونجوری که حمله کرد به قول تو اول بحث من خواستم اینو بگم که گفتی چی اعلام برائت کرد از کل انگلیس و اینا آره که اونجا همین یعنی اینا دیگه یه ذره پارو از یه سری مرزها و حدودای فراتر از اون چیزی که باید گذاشتنه خب ولی منظورم اینه دو تا استراتژی داره یکیش که یکی از قدیمی ترین هاست که راجب به سر ها گفتم بهش میگن تو انگلیسی میگن دیفلکشن تاکتیکس خب مم. یعنی توضیحش اینه استراتژی منحرف کردن بس از مسیری که داری متوجه میشی به ضررت و سوق دادنش به سمت و سویی که ازش بیشترین منفعت ممکن رو ببری یا حداقل کمتر ضرر کنی یعنی وقتی آرتتا داره اونطوری میگه دیسگریس اشیمد سیک فلان هر چیزی به صحرای کربلا زدن فارسیش میزنی به اون ور آه... که دیگه موضوع اصلی فراموش دقیقا پنهان <applause> کردن پنهان کردن ضعف خودته خب پشت حالا یا اشتباه داوری یا رفتار خشنه بازی کنه حریف یا هر چیزی. یه چیزی که میشه مارکش کرد دقیقا داری مسیر بحث و منحرف میکنی که کسی بهت نگه آقا داوید رایا دوباره <applause> اشتباه کرد یا چرا بازی کنه <applause> <بایستان. پایستان. تصفيق> یکی اینه که این واضحه خب دو باجگیری از داورها که بازی های آینده ای آرسنال رو سوت میزنن یعنی اینسپشن وار به صورت نیمی خداگاه و نیمی ناخداگاه این بعض رو توی ذهنشون بکاری که ببین ما مظلوم واقع شدیم ما بی ادالتی آقا بی ادالتی حق ما رو خوردن بازی های بعدی داور خود به خود حالا این میتونه البته یه خاصیت آخه این کار از پیچیده با این همه مربی گرگو شاخ وارد جنگی قرار بشی تا آخر سال <applause> که خیلی جنگ پیروزی واسه آرتتا نیست ببین بب... 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 آدم باش. همین ببین اینا جنرال باش. دقیقا دقیقا یعنی جنرال... جنرال ها نبرد خودشون رو انتخاب امه. میکنن اینکه وارد کدوم جنگ بشیم و وارد کدوم جنگ نشیم میدونی چون مثلا با همین احتمالا کلوب بازی بعدی چیزی بهش میندازه بابا پوچتینو همین بازی تیکه بهش داد صبح من دیدم برگشت گفتش که در دفاع از حالا چون برده دیگه میگن دیگه گفتش که های خیلی زیادی هم گفتن وی ای آر وی ای آر وی ای آر ولی الان که اومده وقتی نتیجه علیهشونه بهش میگن دیسگریس بچه‌ای <تصفح> نو گفت به <تصفح> میره خنده گفت راجع به آرتتا حرف نمیزنم راجع به آرتتا بش راجع به کی حرف میزنی آ کی گفت کی گفت دیسگریس بیشتر 4 خب کاری که یورگن کلوپ هم کرد همینو یعنی بعد از اون داستان وی ای آر و اون خطی که کشیدن و نکشیدن لوئیس دیاس و اینا دقیقا تازه میگم واکنش کلوب فوق العاده جنتلمنانه تر بود خیلی خوددارتر بود ولی هوشمندانه تر و با ظرافت بیشتر اون بذره رو کاشت اه. که آقا بازی های بعدی 50 50 رو به منفعه ما بگیرین ها. یه جوری بعد جبران بکنین میدونی اون تا, که اخراج جد. نشد و دربی مرسی ساید و اینا بله بله. میگم ناخداگاه این اتفاق میفته همه مربی از این استفاده میکنن منتها میگم کلوپ هم همین استراتژی رو به کار بر هم همینو نوع اجرا مهمه خیلی وقتا ایده <س Roberts> مشابه نوع اجرا با هم تفاوت داره خیلی یه <حس> <صح deux> چیزی ب... اگه موافق باشین آروم آروم این بحث رو تموم بکنیم بله فکر میکنم که اصلا کلا دیگه زمان زیادی نمونده واسه نگاه کردن به بازی دیگه امشب و فردا شب چمپیونز لیگ داریم بازیهایی دور برگشته بازی های مهمی برگزار میشه که پنج شنبه راجع به اونا صحبت میکنیم و بعدش احتمالا میریم تو فیفا دی فکر کنم دیگه یه هفته دیگه داریم, یه داریم هفته، گابریل جیسوس هم همچنان اه. 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 یه گزینه ای واسش هست تونی آیوان آه. تونی آه. که همچنان محروم به خاطر اونم یکم دسته به قمار داشته به کار که پردرانه بود یعنی یه جور محبت بود <تضبط> 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 نه. خب شماتت و محبت در هم محبت چرا نمیتونم بگم محبت ببین تمرین کن پدر اینا رو باید تو روحیه خود بالا ببین محبت 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 ولی یکی از گزینههایی که دارن گمان زنی میکنن که میتونه به عنوان جایگزین جسوس یا در واقع مهاجم دوم به آرسنال اضافه بشه فکر, میکن... فکر میکنید چقدر ممکنه به این مسیر نزدیک باشیم علا رقم اینکه حالا حالا محرومه اوکی okay. خیلی این خیلی موضوع مهمیه خیلی بحث خوبی خیلی سوال درجه که به نظر من راستش بخوای من جواب نهایی براش ندارم ولی منطقش اینه ببین چیزی که توی این بازی مشخص شد و بازی قبل ما داریم در به دو تا بازی در مورد آرسنال حرف میزنیم که در یکیش ادی که اصولا تنها جانشینه تخصصی برای گابریل ژزوس به عنوان مهاجم شماره 9 بماند که گابریل ژزوس واقعا شماره 9 کلاسیک هم نیست و خیلی کارکردهای متفاوتی داره خب ادیان کتی است که بازی قبلی مقابل ش... شفیلد یونایتد هتریک میکنه و این بازی عملا در جریان بازی گمه محوه خب دلیلی داره به خاطر اینکه اصولا انقدر تفاوت کیفیت و تفاوت مهمتر سبک بازی این دوتا با هم دارن که یه ذره تو شک میکنی به سواد اسکواد بندی خودت میدونی این بیشتر متوجه ادو میشه خب یعنی قطعا شما باید یه گزینه‌ای داشته باشین که وقتی ژزوس مصوم میشه حالا شما تروسار هم دارین شاید تروسار میخواستیم به عنوان فالستون استفاده کنیم من هنوزم که هنوزه میگم با توجه با توجه نه فارغ از همه اتفاقاتی که تازه برای, برای کای هاورتس افتاده خب و اینکه میگم غیر از اون اثری که روی توپ گذاشت بازی با سیتی و منجر به گل مارتینلی شد واقعا یک شکست بزرگ بوده و آرتتا انگار کل اعتبار مربیگریش رو شرط بسته یا قمار کرده روی رایا و هاورز که بد جوری داره نتیجه منفی میده من همچنان فکر میکنم برای توی این اسکوادی که در حال حاضر آرسنال داره قطعاً کای هاورز بهترین گزینه است به عنوان شماره نه که پشت به دروازه بازی بکنه و از لینک آپلش استفاده بکنه وسط خط میانی نه واقعا هاورز نو, نو 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 نو, واقعا اینا دلشون برای گرانیت شاکا داره تنگ میشه خب برگردم به سوال شما بله بله و نکتهش این ادین انکتیه میگم اصطلاح با از انگلیسی دارم میگم فلت ترک بولی خب ضعیف کش بازیکنی که مقابل تیمای کوچیک هتریک میکنه توی بازی های بزرگ محو در جریان بازی بخاطر اینکه هایه. مدل فوتبالش خیلی سنتی داره میگه ما با این رایت مقایسهش کردیم توی اپیزود قبلی آیون تونی که داریم میگه خیلی گزینه جذابیه به خاطر اینکه یک خیلی فوتبالیست خاصیه به نظر من من دو سال پیش وقتی اولین بار برندفورد رو دیدیم با پویان داشتیم حرف زدیم گفتم آقا هر تیمی در جهان فوتبال هر باشگاهی خب بایرن بارسا مادرید یونایتد میلان 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 <تصفح> اینتر برای اینکه تعادل در بحث ایجاد بشه یووه جنوا کالیاری فروزینونه <تصفح> بستم <تصفح> <تصفح> از اون بر <بارا> گفتن بستم. <تصفح> بستم. <تصفح> بستم. هر عبر باشگاهی بهترین گزینه شماره نوه زخیرش آیونتونیه <applause> یعنی شما یه مهاجم درجه یک داشته باشین شما رو داشته باشین شما رو داشته باشین شما رو داشته باشین <applause> شما اوزیمنتونو داشته باشین خب هر وقت به هر دلیلی اونا نتونستن بازی بکنن محرومیت مسئولیت <applause> افته فرم آیون تونیو اگه خودش محروم نباشه اگر خودش دست به قمار نبره بکشه اون موقع نمیدونستم این مشکلی شخصیتی که داره واقعا وگرنه آره اضافه میکنم بعد حالا اوکی کام در حال ببین خب امیدوارم که آیون تونی خب با توجه به کیفیات ویژه‌ای که به عنوان فوتبالیست داره تنبیه شده باشه در ذهن خودش منظورم و درس عبرت گرفته باشه آقا فوتبالیست حرفه‌ای شرط نمیبنده روی بازی فوتبال روی از دوانی روی بعد بازنشستگی جزن... بعد بازنشستگی مرسی هر چیزی 10 سال 15 سال فوتبال مفید داره واسه همین بهش میگن اعتیاد دیگه <أتلاح> <ança> چون با من ست نمیشه جواب, جواب، آره، دندان شکنه جناب پاکسا دو دونام. نه قبوله اوکی به هر درمان هر چی بره تراپی خب دیگه مرتکب این اشتباه بزرگ نشه و من فکر میکنم یه چند ماه دیگه به هر حال برمیگرده چون محرومیتش چرا هر من فکر میکنم ژانویه به بعد دیگه بتونه بازی بکنه ممكنه. Okay. ممكنه. Okay. از الان هم ژانویه ترانسفر ممکنه بشه حتما حتما توی پنجره نقل و انتقالات میتونه و الان به نظر من بهترین گزینه برای آرسنال و حتی اسپرز میگم من اسپرز رو گفتم خب اسپرز واقعا نیاز داره به یه مهره دیگه عمق برای آرسنال میتونه بهترین گزینه باشه برای اینکه جانشین جزوس باشه حتی یه جایی با جزوس بازی کنه و جزوس وایت فوروارد چپ بشه و یه نکته کلیدی دیگه آقا ما بهترین داوید رایایی که دیدیم توی برندفورد توی دروازه‌ای بود بله که مهاجم شماره آیون تونی بود آقا برندفورد تامس فرانک تیک تاک ها که بازی نمی کرد که به خاطر رایا هم که شده بعد بیا نه 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 واقعا همینه به خاطر که اون <applause> تیم استاد بازی مستقیم بود <applause> چرا چون رایا برد پاسای بلندش خیلی خوبه کار ندارم پاسای کوتاه دو متریش هم دیگه داره اشتباه ارسال میکنه ولی 60 70 متری 80 متری قشنگ میزنه تو خال میندازه روی سینه مهاجمه و آیونتونی در رام کردن توپی که از آسمون داره به زمین میاد و پشت به دروازه شاهکاره بنابراین اصلا برای اینکه شما یک آلترنتیوی داشته باشین توی الگوها و تاکتیکا و استراتژیاتون برین آیونتونیو بگیرین آقا از هر جهت هر باشگاه آیونتونیو بگیره سوده بحث قیمت رو من میشنوم که آقا چقدر هفتاد هشتاد من میگم اگر آیونتونیو زیر پنجاه میلیون هر باشگاهی بتونه بخره واقعا برده و ببین در بلند مدت چه کمکی بهشون میکنه مرسی آه اه طبعا بازی دورتموند و بایر مونیخ رو از دست نمیدادیم یکی از موضوع اصلیمون بود تا اینکه بازی دیشب سر رسید آره همه میزمون رو به هم زد نکته اینکه کپتن کین The hat tricks of hat trick بله که بله، بله. 15 تا گل زده مستقیم پنج تا پاس گل داده و ممکنه رکوردار رو جابجا بکنه همین از... ریویو کامل بود دیگه از بازی باره. من هیچ ندارم بس چون, بزن... چون... بزن... دیگه ای هم نمیشه گفت ولی از ریویوش کردی شد اه... تو سری های هیچ اتفاقی نیاشتن هیچ هیچ خیلی خوب هفته پیش گفتم که اگر میلان این بازی اودی نظر رو در بیاره، امیدی به پی اس جی هست. لال فکر آقا خواهش تنها ویژگی بازی بازی سریا این هفته این بود که رفیقتون یه گل زد با اینکه اینتر دو یک برد آتالانتا رو ولی اسکاماکای گل زد بله آه. یه گل آره هم خیلی از اون برم سردار اولین گلش رو زد آسروم دقیقه 93 و, و 95 آه. کامبک کرد بعدش لوکاکو گل زد خیلی قشن اضافه شد به خط و خیلی محکم نهاره. در حد یه شوت خیلی, آره خیلی جدی داشت دیگه اگه اجازه بدین بذاریم بقیه شنونده هم برن به کاراشون برسن دیگه ما همینجا آساسه تموم بکنیم خدا پنج با یه اپیزود دیگه برمیگردیم اپیزودی پربار یا الان بازی جذاب توش هست آراسته صندوق پستی آها اه، صندوق پستی اولا که خیلی ممنون برای سند... برای اینکه برامون ایمیل میفرستید اه... نامه میزنی <تصفح> نامه میزنی با کلاغ هم همشون با... کسی نفرسته را... نه هنوز نه, نه. با هنوز متاسفانه نه. حقیقتش اینه خیلی دوست داریم که به خیلی هاشون برسیم اما زمانمون معمولا اجازه نمیده ولی سعی میکنیم هر وقت که شد به بعضی هاشون اشاره بکنیم اگه یکم میزان وراجی های من کمتر بشه که قول میدم از این به بعد این رویه رو پیش بگیرم چون اون ایمیل واقعا خوندنش مختلف اما بازم خواسته بودن آدرس ایمیل اون هست fcc این چیه که من یاد نمیگیرم خدا میدونه ممنون میشم بازم برامون اگر بشه برامون ایمیل بفرستید نظرات بله. پیشنهادات انتقادات فهاشی ها و هر چیز آقا از دشنام رسید آقا آقا من منظورم که از پتانسیل زبان فارسی استفاده بشه خیلی چیز نکنم خیلی خیلی ممنونم اجازه بدین امروز از دوستمون که توی اون بر تو اتاق نمیدونم رژیم کنترل کنتر... کنتر... نشسته و تیمشون هم باخت سه دو تشکر کنم مرسی فرشاد جان ممنون آرش مرسی سنم و ممنون از شما که شنونده پادکست FC360 تا برنامه بعد خدا نگهدار